دوستان عزیز، عرض سلام و احترام خدمت فرد فرد از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان. بخش سخنی اوریان در خدمت قرار داریم. امروز دوشنبه 25 ماه جولای 2022 میلادی است. استدیوی مرکزی تلویزیون جهانی پیام افغان در خدمت قرار داریم و بالای اوزای جاری افغانستان صحبت خواهیم نمود. ما باز هم مکررن از افغانای ما در داخل افغانستان میشن از طرق متعدد هم تلویزیون اونا تماشا میدارن. البته یاست که یک شبکه ساتلایتی است و فکر میکنم تلویزیون پیام افغان یگانه شبکه جهانی و بیرون از کشور بالای همین شبکه قرار داره و خانه به خانه تماشا میشه و دسترسی موجود است در داخل افغانستان. جادو و نمیدانم جیلویز و دیگه طرق قدر زیاد میسر نیست، چون همو فاست انترنت لاین موجود نیست، هم طرق انترنتی و قوتی از او. و حتی در اروپا به هر حال، یعنی شرقی میانه، شرقی دور و حتی افریقا و هندوستان و پاکستان و ایران تا دامنه یا کشور ترکیه صدا و سیمای تلویزیون پیام افغان از طریق ساتلایت میرسه. یعنی یک مشخصی بسیار نیک است، با قیمت بسیار گزاف تامین میگرده. دوستان عزیز، به اول لحاظ شما میشنوین از قندار تلفن می و از ایرات و از مزار شریف در کابل بیننده فراوان داره تلویزیون پیام افغان. میخوایم اونا نظریات خود بیان بدارن و از داخل افغانستان برای ما بیان بدارن، چون بعضی ها شکوه به ای است که رسانه ها زیر سانسور است. یعنی رسانه پیام افغان تحت کدام سانسور قرار نداره، آزادی مطبوعات موجود است و شما هم دسترسی دارین به شکل رایگان از طریق واتساپ و وایبر. میتونین تلفن بدارین، هم تلفن دارین و هم رایگان است و هم شبکه در اختیار شما قرار داره. خصوصا خانم های افغان که اونا یعنی مو سایلنت میجوریتی یا اکثریت خاموش افغانستان اون ما هستن. اگر نیمه پیکر افغانستان شمرده میشن و مکتب و مدرسه را میخواین بروی اونا باز باشه، خب بهترین طریق کمی است که تلفن بزنن و یک باعث یک پول ارتباطی میان داخل و بیرون افغانستان از شبکه آزاد و همه جانبی افاقی تلویزیون پیام افغان صدای خود بلند بداره و آنچه مطالبه میدارن از این طریق با هم در حقیقت هم صدا میشیم. میشه ما هم با اونا آنچه اونا میفرماین لبیک بگویم و شکل معقول و شدنی در حقیقت او را با هم در میان بگذاریم. مگر ما تا جایی که میبینم شری مردم خرسند هستن، صرف مسئله مکاتب که هم طالب در او تعلل میکنه و به هر علتی از بیان نشده و اعلان نگردیده و سوی جامعه جهانی او را به حیث یک حربه علیه طالب استفاده میداره، انگشت افکار قرار داده و دو طرفه در این با این مسئله اصرار میدارن. نه طالب دست به سر میشه، مکتب رها میداره و نه جامعه بین المللی خصوصا ایالات متحده امریکا گفتی اگر افغان ما از سر خر خود پایان میشه. میدانم باخت، گفتی بعضی ها میدان خوب باختی حریف از دست نده. امروز روسیه و چین در کمین نشستن، میخوای اگه اتحادی با افغانستان درست بداره و در امی نشست تاشکند هم این مسئله شاید مطرح شد که دور نیست که اونا افغانستان هم به رسمیت بشناسه و هم از مزایای استراتژیک و جغرافیایی افغانستان اونا بهره ببره و باز هم در جنگ ایالات متحده امریکا ناکام ماند و بیرون شد. مصرف گزاف در افغانستان و جنگ طولانی و تعنی روی برای اونا و هم در عرصه سیاسی دیگه باز بسیار دیر خواهد بود.
وقت با یک تعامل با چین و روسیه و دیگه ممالک برسند و یک طرفه اونا اعلان شناخت امارت اسلامی را بداره. به هر حال قابل تعمق است. باید ببینیم که از یک سوی تاشکند یا ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان و دیگه دیگه این ممالکی که هم سرحد هستیم با ایشان و پاکستان و چین و روس و ایران افغانستان به رسمیت نمیشناسه. اگر ایران و امریکا در یک تخاصم قرار داره و روسیه حال فعلا روی روی با امریکا در جنگ در اوکراین قرار داره، دیگه خب افغانستان باید به رسمیت بشناسه این عنانی که امریکا به جا گذاشته و افغانستان تعجیز میداره و جنگ و جنگ اقتصادی را در برابر اعلان طالب اعلان داشته، باید همی بامبست بشکنانن و اونا افغانستان به رسمیت بشناسن. برحال هرچی هست در درون خود قوزی سیاست که بارها تحلیل گردیده که در سیاست جهانی شما فرض بفرمایین مثال یک پیاز داره که چندین قشر داره و هر کدام از او را اگه بردارین دیگری و دیگری تا به خود متن و داخل لغوزه آخری از او یا قشر آخر میرسین که اصل مطلب در امونجا نهفته هست. و سیاست هم به این منوال از انظار 99% جهانیان بسیاری مسائلی که در حال آبستن ساقب پرده ها او پنهان نگاه داشته میشه. ایالات متحده امریکا هم سیاست روش و مستقیم نداره. یکان بار آدم گمان میکنه که خوب امریکاست و تصمیمی که اتخاذ میداره عاقلانه است، مگر نه روس و اتحاد جماهیر شوروی و نه ایالات متحده امریکا در 20 سال اخیر بیشتر سیاست جاهلانه و خائنانه داشت. یک عکس برای ما فرستاده بود و با ما و کلینتن و جورج دبلیو بوش نشان میتن که اینا جوایز نوبل پیس و دیگه و دیگه را بعضی اونا دارن، مگر در طول زعامتشان و اقتدار تا این دم 11-12 میلیون آدم جهان زیر ریاست اونا به قتل رسیدن، جان باختن. از زمره افغانستان یکی از اونا، عراق، در شرق میانه، در یمن، ای جنگ های کاذبی را که اینا را میاندازن و فعلا جنگ هایی که در اوکراین صورت میگیره توسط ایالات متحده امریکا، پول و مدد و مهمات نظامی امریکا امروز با روسیه در جنگ قرار داره. خود امریکا جنگ اعلان نداشته، مگر از طریق اوکراین جنگ خودمتو که در دهه 80 جنگ امریکا در حقیقت با خون افغان علیه اتحاد جماهیر شوروی رقم زده شد و بالاخره جنگ فرسایشی منتج گردید به ستنگرا که بالای شانه مجاهدین قرار گرفت و بالاخره اتحاد جماهیر شوروی گلم خود جمع کرد، افغانستان ترک گفت. اینا میخوان که یک جنگ اقتصادی را در برابر روسیه برا بیاندازند در اوکراین که از لحاظ اقتصادی روسیه را به زانو در بیارد. در دهه‌های 80 هم همینطور بود که امریکا در افغانستان اتحاد جماهیر شوروی را گیر کرده بود و در امریکای جنوبی و سنترال امریکا و امریکای مرکزی همی انقلابیونی که ضد حکومت می جنگیدن بالاخره پولهای اتحاد جماهیر شوروی از طریق کیوبا به اونا می رسید و امون بود که بالاخره در افغانستان مؤخرین رمقهای خود در امونجا از لحاظ اقتصادی و مصارفی که گزافی که بالای شان آمد حتی یک امپراتوری یا پکت وارسا فرو پاشید. یعنی وقتی شما میبینین یک جنگ در میگیره در یک بخش از جهان، علایق اقتصادی و جنگ های متعدد در اونجا نهفته است و اعباد وسیع و متعدد را داره. جنگ اوکراین هم همونطور یک جنگی است که با خون اوکراینی ها اینا
میخواین به اهداف خود به امیال خود برسه. به هر حال همینطوراست دوستان عزیز، در افغانستان هم جنگ امریکا امروز جنگ اقتصادی است، بانک ها را روی طالب بسته و در حقیقت تاثیرات اقتصادی با اونا داره، پول ها را منجمد ساختن، دیگه ممالک نمیگذاره که بدون اجازه و استیزان ایالات متحده امریکا حکومت نوپای امارت اسلامی را به رسمیت بشناسن. این همه چیزا مشهود و افتابی است، مگر آل آهسته آهسته این ممالک دیگه به سطوح میان. آسیای میانه یک محل بسیار غنی از مواد سوخت است و موز خیر سربسته باقی مانده و اینا میخواین از طریق آسان، از طریق افغانستان. مسئله تایپی وقتی در وقت اشرف غنی بالای از او صحبت میگردید که از طریق ترکمنستان و افغانستان و پاکستان و بالاخره با هندوستان یه پایپلاین های تیل و اینا بگذر از افغانستان، و افغانستان از ترانزیت از او عالم پول نصیب افغانستان میگردید برای امار افغانستان. از جغرافیه افغانستان یک استفاده مفید صورت میگرفت، یعنی به حیث یک کرایه، زیرا لوله های گاز و مواد سوخت به پاکستان صنعتی و هندوستان صنعتی و بالاخره با آبهای گرم و از اونجا به دیگه ممالک نقل داده میشد و او بسته است تا این دم. و امریکا هم چون افغانستان به رسمیت نشناخته و ترکمنستان و ازبکستان هم البته ارتباطاتی با امریکا داره و تا این دم افغانستان شناخته نشده، اینا جلساتی را برای انداختن خصوصا در تاشکند و همچنان جلسه شانگهای در پیش است تا اونا تصمیم نهایی خود بگیرن که به شکل جداگانه که افغانستان به رسمیت شناخته شوه. آهسته آهسته سفارت ها برای افغانستان به امارت اسلامی تحویل داده میشه، یکی از او ترکیه بود، مگر به شکل رسمی و آزاد و تعاملات رسمی که سفیر داشته باشند و ارتباطات رسمی آغاز گردد تا این دم اعلان نگردیده، توسط یکی از ممالک هم صورت نگرفته. به هر حال مسئله پیچیده است، تو یک فرمول ساده به نزد هیچ کسی هم موجود نیست که چرا با همه اصول بین المللی وقتی میبینیم حکومت هم شمول و نمیدانم مسئله مکتب زن و دیگه و دیگه، یکی اونا مهم نیست. وقتی اونا در 20 سال زن افغان کشتن به هزارها تاره، اونجا حق زن مطرح نبود، صرف مسئله تعلیمی از اونا برای اینا مهم است. یا در یمن زن یمنی کشته شد، حق زن تلف نگردیده. آیا همی بمباردمانی که درونز هایی که فرستاده شد و قرا و قصبات افغانستان و ایران گردید، یا حکومت همه شمول اینا مطالبه میکنن، مثال نمیتن که به اینی نحو یک حکومتی صرف باعث یک شعار مطرح میشه و یک چند تا خصم افغان تور میته و کسایی که منفعت های خود از دست داده و فرار کرده و در لندن و دیگه و دیگه و اینجا اونجا ای زنای بی خبر کودن فریاد میزنن، حق زن و طالبه به رسمیت نشناسین و پولا رو منجمد نگه دارین، در حقیقت یعنی در روزی زن افغان لگت زده میشه. به هر حال امیدوار هستیم دوستان عزیز که نشست تاشکند خبر خوش بیرون گردد و افغانستان هم به رسمیت شناخته شوه و هم راه های ترانزیتی و ترانسپورتی باز گردد و به سود انشالله مردم افغانستان خواهد انجامید. و خداوند واضح در قرآن میگه که برای مسلمانان که عقب هر تاریکی یک روشنی است، هر روشنی تاریکی و هر تاریکی یک روشنی با خود داره، هیچ چیز تا ابد نه تاریک میمانه و نه روشن، در خم و پیچ روزهای خوب و بد انسانها امتحان میگردد و روز امتحان است برای افغان ها هم. ما البته مشوره خونی با یک برادر کوچکتان که کمترین معلومات ما خودم دارم، مگر بکوشیم که نگذاریم که بیش از این
افغانستان یا مسئله حق زن اینا مطرح می سازن، مسئله همه شمول و دیگه دیگه، یک وسیله نادرستی که اینا هیچ وقت نمیگذاره و ما را استعمال کنه و به مظاهره بکشانه و دیگه دیگه. حق خود از بیرونی ها بخواهیم که افغانستان یا حکومت موجودی افغانستان به رسمیت شناخته شود. به هر حال او از مسئله رسانه های مجازی در چند روز و بعضی افغان ها برای ما تکس کردن و ایمیل کردن که اونا بی بی که طالب باز چی گل به آب داده و دیگه و دیگه. مگر طالب ها گفتن که ما هیچ مسئله آوازه است تا این دم نه با پاکستان کدام تاعتی نظر صورت گرفته و نه خاک افغانستان به پاکستان تعلق خواهد گرفت. یعنی آوازه به ای از دوستان عزیز که از رای واخان بدخشان که البته با پاکستان هم سرحد یک دریچه راه مواصلاتی اونا میخواین که باز بدارن و به آسیای میانه و بالاخره به اروپا را بیابه و بالاخره تنقلات صورت بگیره، مسئله ترانزیت. و بعضی ها تا گفتن که طالب وقت با پاکستان معامله کرده و خاک افغانستان فروختن به اونا، اینا نوکر پاکستان هستن، در حالی که تا این دب ای گپ پخته نشده در امو بخش آوازه و دروازی که همی کسای فراری از افغانستان میپالن که موضوع رو پیدا کنن و او را به رخ طالب و به حیث یک حربه ضد امارت اسلامی استفاده بداره. به هر حال چند چیز موضوعات گرم و داغ بود و اگر همینطور قرار باشه که یک راه ترانزیت باز شوه و از او پول گزاف نصیب مردم افغانستان بگرده و هم راه ها از کشورهای آسیای میانه آسوده رای ترانزیت و هم واخان و در برابر اهمی راه و دریچه امتیازاتی از پاکستان گرفته شوه، خب چیز بدی نیست. امروز ممالک با هم تعاملات دارن و ارتباطات موجود است و دو جانبه استفاده میکنن، داد و گرفت موجود است. امیال چینایی ها 56 بیلیون دلار سرمایه گذاری دارن در پاکستان در مؤسسات تولیدی و صنعتی. دیگه معنی از این نمیده که پاکستان نوکری چین است و زیر دست اونا قرار دارن. به می ترتیب اگر مسائل اقتصادی با پاکستان که در به دیوار است و حتی در مسئله زغال سنگ با اونا صحبت شده و زغال سنگ فروخته میشه به پاکستان، من نمیدانم و کسایی که میگن به پاکستان فروخته نشه و به کی فروخته شه. یعنی تو یک رقیب بهتر از پاکستان دیگه در بازار کسی هم نیست. اول آیستا آیستا این مسئله زغال سنگ، مسئله کثافت هوا، گلوبال وارمینگ، ای چیزا دیگه از انرژی بادی و سولر سیستم آفتابی استفاده صورت میگیره از زغال. مگر در پاکستان حال فعلا هم برای زغال سنگ ضرورت است و در او بازار فروخته میشه، اثار نصیب مردم افغانستان میگرده. من نمیدونم چی باکی داره که ما بالای پاکستان برای از اونا ای چیز باید نفروشیم و نه از اونا چیز بخوایم، چون باز طالب نوکر پاکستان است و اونا که 49 کشور جهان آمده بودن و قیصر دهن شما انداخته بودن نوکر نبودین. برحال دیده شوه که چی درست میشه، میخوایم نظریات شما رو داشته باشیم. بله، سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام. زوارم بلومنی خدم که طول وادوار تاسی تاسولی دنگو تا سلامون اولادی کن. و علیکم سلام. لگر روستا زوارم دی رمزوی دی شورا دی نه پلرون شورا و مقابل که فرلپسی ناسی دلو دی
د ناستې نه وروسته د مسر انجینر صاحب افضل دی ځینو نور مشرانو دی اسیا علمګل ودي دی نو د نهو پلرونو په مشري باندې مسلسلې پنځه جلسې وشوې بعد مونږ په ټولو توافق سره مولوي صاحب زاید چې د طالبانو د شورا رهبري شورا مشر ده هغه سره مونږ هغه مشر وټاکه او مختلف دنسې مشر وټاکل سي د مزو د شورا یو پلاوی د مولوي صاحب زاید مشري باندې قندهار ته لاړ د امیرالمؤمنین سره ملاقات وکړو د هغې نه اجازه واخیستله چې تاسو خبرې په کابل کښې تنظیمي و د ډلو د مشرانو قومي شوراګانې بندې وې ولې د خوښي ځای دا ده چې موږ ته اجازه راکول شوله او بیا مونږ د دوی په مشوره باندې جلسه څو جلسې مسلسلې ونیولې په کابل په ښار کښې او بیا مونږ دفتر هم د څو جلبه مځکه د په مخکې چې په مخکني شورا کښې تن شو هغه او مرکزي به دفتر به جوړو هلته به د جومات جوړو هلته به د خیری بنسټ ځایونه جوړو او دا به د خیر کار وي او هم به د قومونو د مشرا د قومونو د شورا د یووالي انشاءالله پیل دا وي نو مولوي صاحب زاید د شورا مصر ته ان شو تا ته سلامونه ویلې وعلیکم السلام وزاید صاحب وعلیکم السلام او دغه په خوښه باندې ما دا ټلیفون درته وکړو چې غواړم تاسو ته تاسو د تاریخ نه د مطبوعات یو اعلان وشي چې د امزو یو الحمدلله شورا دا خپله زاید صاحب ده زاید صاحب هم امزای ده په قوم هو امزای زاید صاحب د دوبندي ده د پخواني انقلاب کښې د استاد احمدزي نږدې ملګری پاتې شوی د پخواني جهاد مجاهد و ښکلی ډر دی او ښه عالم ده هم یې شریعت ویلي هم یې عصري علوم ویلي هم یې دیني علوم ویلي دي زه ښه ده والله دغه دا خو ډېر ښه شو او دغه پېژنم زاید صاحب هغه سابق کښې راغلی وي او څو وارې امریکا ته مام صاحبي مو سره کړي دي ښه ټوکي سړی ده خوشطبه انسان ده ما باندې ګران وو همغه وخت زه ښه شو چې اوله خو ژوندی ده دغه هغه کښې ډېر خلک تلف شو دغه وقفه د شلو کلو کښې او دوهم دا چې راغلی و بیا د امزو هغه چارې په مخې ته بیایي نو دا ډېر د خوښۍ ځای ده والله زه تبریک ورته وایم امزای صاحب ډېره مننه چې تا دا اعلان وکوله خوشحاله اوسې مننه بله خبره دا ده چې د هر میشته و امزوی دپاره یا د متخصصینو دپاره نو مسؤلیت ما ته هم راکړ دا مسؤلیت ما ته راغلی کړی انشاءالله زه په خدمت کښېیم موږ هلته به اګر تاسو پوهېږي په ټورنډو کښې مو ټولنه لرو د هغه مشري ما ته رالغاړې ده خو په مجبان کښې د بهر میشته به مزو مشرتابه ما ته راکړه انشاءالله دا مسؤلیت به په ګډه سره بیا تاسو سره به ته به موږ سره مرسته کوې په دې برخه کښې او تا مرستې ته موږ اړتیا لرو والله ولې نه خو شی چې ضرورت وي زه م امزه یمه په خټه نو د سرخاو یمه نو کوم شی چې د امزو یې مشکل پرې رفع کېږي هغه به هم رفع کړو د پښتنو رفع کېږي هغه به هم هغه کړو کله کله ځینې وایي چې دا تعصب ده چې ولې امزای د امزو یې غم خوري زه وایم هر هغه کله یو څلی ځان ته یو مشر لري یا یو قام مشر لري هغه ښه ده هغه کوي یعنې همغو ته رسیدګي وشي د هغوی په ژبه د هغوی په کلچر هغوی پوهېږي هغه احتیاجاتو باندې هم پوهېږي ښه رسیدګي ورته کولی شي فرضاً یو امزای که بوزي هزارجات کې ورته وایي چې ته د هزاراو قوم مشر یې بیا دا د هغه ډېر زیات نه یې ژبه باندې صحیح پوهېږي او نه په کلچر نه په اصولو باندې هغه ته ښه ده چې یو هزاره یې رئیس شي یا فرضاً په هغه کې په د نورو سمتونو کې د هر قوم همغه مشر یې د همغه له قومه باید هغې رسیدګي ورته وشي دا حرام هم نه ده بد هم نه ده یعنې خاینانه هم نه ده یعنې زه فکر کومه ډېر روا کار شوی ده ډېر ښه دي وکړو تا ته هم تبریکي وایم آفرین امزای صاحب نو ته پام کوه چې ښه ښه کارونه وکړې چې د امزایان د سره خوشحاله یي که نه انشاءالله چې زه خپله هڅه کوم او انشاءالله دغه د امزای د شورا د قومونو ستاسو پوهېږي څلور نیم میلیونه پنځه میلیونه د وګړو هغه د ستر قوم ده دا د مرکو د جرګو کور ده دا به انشاءالله په دې دوه انقلابونو کښې موږ تاسو د پخوانیو تړو قومي مشرانو جرګې مرکې دا ټول انګرېزانو موږ تاسو دښمنانو دا لوړې کړې دا به بېرته ټول وجوړو به په دې به انشاءالله کار کوو دا به بېرته
پخوانی دودونه برای تازه کوه دا ان شاء الله بدا به ټول قومونو پایل وي دی اتحاد پایل وي راځم د مدو مسلې ته کی اجازه را کړه هم زو یم هغه د زرزرې وویل الله چې دلته ډېر بیا وخت ځای کیږي ښه کور دې ودان موږ هم د پنځه میاشتې مخکې زه افغانستان ته لاړم د موږ څلور پنځو ګروپونو په مشوره باندې هغه د آبادي بهیر هم دا د بیا افغانستان د بیا د بیا رغونې ګروپ هم دا او په دې کې د سولې پخوانی بورد هم و د متخصصینو یو بورد هم و بیا لاړم موږ یو هیات دپاره ما د بلنې دپاره څو د داخله کې کار وکړ او یو هیات د مونږ د ورونو د انجینر صاحب صداقه په مشتي او د خویندې په مشتي باندې صوفه عمر د مونږ خور دا هیات کابل ته د دې د اتک دپاره ما لارې جوړې کړې خبرې مې وکړې مشرانو سره بیا الحمدلله دا هیات راغی کابل کې ډېر مشرانو سره یې وکتلې رئیس الوزرا معاونینو سره یې وکتلې اقتصاد پلان وزارت د اقتصاد و کلتور وزارت د تجارت وزارت همداسې وزارت د بانکونو رئیسانو سره الحمدلله ښې مشورې ورکړې بانکداري په حساب کښې د قانونو وزارت سره ملاقات وکړو مشورې ورکړې نو الحمدلله زموږ دا حیات چې ډېر بریالی لاړ او دا دروازه یې خلاصه کړه له هغې نه وروسته هلته خو هغه د قدیر مومند صاحب انجینیر صاحب هم همالته و بیا د هغه مومند متین مومند و دا مې ولیدل هغه تللي وو همهغه تا ورته جوړ کړ لاره دې ورته جوړه کړه د هغوی د هیات نه مخکې موږ تللي وو دا زمینه دا لاره د بلنې و د راتګ دا ټول کارونه مخلاص کړي وو مومند صاحب هم دوی هم پخوانیو سره خو اوس هغوی جلا شوي دي دا لاره د ټولو د راتګ د مشرانو سره د وسطن متقي صاحب سره دا لارې ټولې حل کړې او دوی خوشحاله سو څه راغلی خصوصا د بانکداري د هغې په برخه کښې انجینر صاحب د موږ حیات ډېرې ښې مشورې ورکړې چې ورته وویل چې دغه نظامي کسان د بانکداري سیستم نه لرې کوي خپل مسلکي خلک را ولی چې په بنګلادي سطحه باندې بېرته نورو بانکونو سره کنکشن جوړ شي ارتباطات یې کلک شي دا باید نظامي برخه نه وي دا ملکي برخه چې اعتبار بینالمللي اعتبار پیدا کړي بله د معدن برخه کښې استخراجو برخه کښې ویلی چې باید دې کښې ډېر محتاط اوسي ځینې هېوادونه هغه پرېږده ډیټیل یې ښه ښایي موافقه وو سفر دی که نه هغه موږ سفر موافقه وو ورونه باندې په خوشحالي لاړې په خوشحالي بېرته راغلې او دا لړۍ به انشاءالله وړیا وي بدون کوم امتیازه د دندې نه دا به مسلکي خلک به وایي انشاءالله به هم د آنلاین طریقه کوم مرسته کوي حکومت سره حکومتداري سره او هم به عملا ورځو افغانستان ته ډېر د هېواد سره د مینې په خاطر دا کار سوی انشاءالله دا به کېږي زه ډېر الله خیر ویش ډېره مننه دا څه دي چې لازمه ودي ویلې نو بیا به وګورو مننه تاسو موږ ته وخت راکړې ټولو ورونو ته او تاسو ته بیا مبارکي وایم او پشارتیې هم غواړم تاسو نه مننه السلام علیکم بلې السلام علیکم السلام علیکم خطاب وعلیکم السلام بفرمایئ خطاب صاحب همی نشست تاشکن همی قسمی که برگزار شده من فکر میکنم که همشان میخواهند امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه اما باز هم زیر فشارهای امریکا قرار میگیرند که تا به رسمیت امارت اسلامی شناخته نشوه اما فعلا دنیا به چندین قطب در حالت تغییر است که خصوصا همی جنگ اوکراین که از خطاب سای شما میدانید که جنگ اوکراین که است اصلا جنگ اوکراین نیست در حال که اوکراین همی زلنسکی یک هفته هم در مقابل همی شوروی مقاومت کرده نمیتونست و نمیتوانه تمام تحویل و تمام چیزهای از طرف امریکا و ناتو است که در حقیقت جنگ امریکا و ناتو و روس است که جنگ از افغانستان انتقال کرد به دروازه خود دروازه های اروپا و ناتو در داخل اروپا و فعلا همی جنگ دوام داره که ما فکر میکنم که در اخیر جنگ همی زلنسکی شکست میکنه مثل دولت اشرف غنی سقوط میکنه چون روزانه همیشه همی اساکر از یک از خطاب صاحب اساکر استن که در اوکراین که با شما بهتر معلوم است که روز 200 نفر از یا کشته میشه از همی اساکر زلنسکی و در اخیر همیشان سقوط میکنه و زلنسکی هم فرار میکنه چون در مقابل روز مقاومت کردن نمیتونن و دیگه این خطاب صاحب همی کسایی که فعلا یا تبلیغات میکنن ضد امارت اسلامی که یک گناه بزرگ است یک کسایی هستند که مو کسایی بودن که در وقت اشغال هم جاسوس بودن یا ترجمان بودن یا وطن فروش همشان
یک برنامه دارن که زیر استخبارات همی میخواین که امارات اسلامی رو بدنام کنن با بنامه مختلف و به نام منتقاد، در حالی که انتقاد نیست. کسایی که مسلمان باشه هیچ وقت ضد امارات اسلامی نه انتقاد داره که انتقام داشته باشه، انتقاد یعنی که اصلاح پذیر است که نه عقدهی و این کسایی هستن که مثل همی فقیری که خودش در تمام افغانستان در وقت اشغال چی کرد، در کنجا جاسوسی کرد و ترجمانی کرد و فعلا هم خودش آمده، چون در وقت هم میخواست آپرچونیست بود تا در اشغال استفاده کرد، منافقت کردن و حال هم میخواهی که چون امارت اسلامی به کدام چاوکی یا چی وزارت یا ریاست نداد، حال باز امارت اسلامی با استخبارات با همی برادرهای جنرال رازق و کرده یا یک دست یک جای کردن تبلیغات شروع کردن که امارت اسلامی هم بهتر میدن از این چیزها دسیسی از یا کسایی هستن که همیشه تهمت میکنن در حالی که خودش گناه را قبول نداره که دمی اشغال چقدر مردم در قتل داده و کشتار شده، در وقت اشغال رفته و ترجمانی میکرد فقیری و باز هم آمده از امارت اسلامی تبلیغات میکنه. تشکر خدا فقیری صاحب. خب هر ترتیب یک گناه نبوده، سری مردم هم ترجمه کرد و ترجمان هم بسیار یک ریسک کلان پذیرفت و رفت و آمد. یک یعنی از لحاظ خود ارتکاب قصور و گناه و جرم او بیشتر آشوی بود، مگر بیشتری ها بودن که رفتن وزیر و که رئیس و که افتخار میکدن. گفتی دکتر صاحب رحیم عزیز یک روز گفت بیشتر گفتم یعنی بیادر خب چیزی که بود و نبودم شیره و شربت کلگی رفت، صاحب افغانستان چیز نماند و اونجا اونا با دوزی و غارت و اینا. میگه او رو چی میکنی بیادر؟ یا که میرن اونجا میگه باز پس که میاد در مجلس سوز نشان میده که مرا معین مقرر کرده و مرا رئیس، نه تنها که خجالت نمیکشن یعنی افتخارم میکنه و بردگاه یک رقم پوز و سوز نشان میده که ما خواهی تو یک مقام والا و بالا را اتخاذ کردیم. او روز بسیار جالب بود، گفتم این پول و اینا که هست باید مصرف شوه. میگه پیسدار است عیش میکنه، مگر کسایی که پولا رو دزدیده و یک ریش طولانی هم داره و از میخوانی گکا، میگه اون نه خانه خریده میتانه از ترس، نه شراب خوری کرده میتانه و نه در دیسکوتک میتانه و برو اونجا رقص کنه و دیگه کنه. اما پولا میگه من تو آتش وارده می سر شکمشان مانده و موش واره از ترس و بیرون هم کرده نمیتانه و مصرف هم کرده نمیتانه و طریق مصرفش هم نداره. میگه خداوند اونا رو بیشتر در غضب کلان گرفتار ساخته. یعنی اونا یعنی یک دزدی را کرده که هیچ به دردشان میگه نمیخوره. بله سلام علیکم. بله آه سنگه ایرو را جوری پخیر. الحمدلله حجی صاحب محمد هارون احمدی نه دیر منه نه مبارکی تا تماجی صاحب. آه ایرو را هارون احمدی داخل ده برانچ ده کانادای خیسته ده رئیس ده احمدیانو سوائی ده. او افغانستان تم تولی و واکن و ده مای سرگلی در حال ده راستانوی که میلی ده امرخان متقی سر ده نور لرگولو چار واک سر وکی نستو به ایدو دی فیسبوک لاره مونگه تاقیب کولا لیدم واقعا سوی سوی در طول حقیقات مخلیص انسان در لما نتا تا بهتر مارم ده اللہ دی اجیر عظیم مرتبار کی دا مبارکی در بارم دا تنگ مرتبار خاص دو هم قدم که دا گدری ورزی که دا فراریان دا مزدوران دا مرسوی سی دا پروژیو که پوکی پراتا دی وست امریکان چندیان احمد نور که وست خدا ورزی که اوغای جوڑا کرسی هارا طالبان با واخان بندر پا تاجکستان با لارا پاکستان سور کرده دا شیخ هست کرده وست دا خبری که آقا دی واخان که دسی روپی راوری افغانستان تا خو ولی نه دا خو فکر نکومه چی کومه گل نه دیگه مثال دا لاره بنده مزه که خاصه کلی که اشتر افغانی سی دیوران خاص که دا واخان با پاکستان مکمل اونی سو بلا با تاجکستان لاره پاکستان با راست نا دا لاره پیدا که مثال دا افغانستان دی اشتی از رون ختم سی دکه پاکستان با دا تاریخ خورا لار پیدا که لگدوی دا خورا خاصه کلی دا دا مسوی دا خبره که این دا باره که من سر نور دا موضوع شرکه و لگرته می اعلانو که دا ویده که می دام رایخ اینشان دا خود روغ دا با دا باره را دا سوک دا بیا خواست نور پاک الله سپارم. دا فکر نکومه چه طالب
لنسل وخته و دوسره غیګ ورکړه غونډي وېسته استقلال راوړ اوس طالب ته خاوره خرڅ کی دا نو نهایت غبی خیانت بی تر اوسه خو داسې یو شی د طالب موږ نه دی لیدلی طالب جهاد هم لیدلی هغه استقلال راوړی مګر خیانت چې وطن خرڅ کی تر اوسه خو ما داسې احساس تا نه ده کړی چې طالب دغه سپین بولدک کې د سرحد کې د هغې سره ته سیمې خاردارې په اوږه اړولی ویش کوو د ځینې ځویه کې وی وړو هغې کې نو طالب سره خو ټوکې هم نه کېږي د اتهامات په طالب چې تر څو دغه دما یادیږي یو طرفه د تبلیغات د غونډې جهان ضد د طالب حتی په دغه شلو کلو کې څه چې رسانی وی د افغانستان ضد د طالبانو په دیبان د دننه داسې حال و طالب هېڅ رسانه نه درلوده هغه ستدیو یې نه پیږم عمري و چې بل بل یو شی درلود هغه چا نه بلیدل هېڅ هغه ډېر لوی کمال چې سو هم دغه مجاهد ما راوسته اول وار څه خبرې وکړې د افغانستان په هکله مګر داسې یو هغه نه و داسې رسمي رسانو کې دوی تلویزیونونه او دا شیان نه درلود اوس هم ضد دوی تبلیغ و چې هله دا او طالب هم تر اوسه دومره هغه د جنجالو اخته دي څه څه فکر نه دم دغه تبلیغاتو ته د ننه په کابل کې خصوصا دا د تولو د بلبل بل اوس مې هغه نه اورېده د همدغو لالکانو نه هم دا غوړ سر یې نیولی و ګروه طالبان یې ویلې درګردم حیران پاتې شوم چې هغلته ناست دي د طالب د سلطې لاندې دي د هغوی سکیورټي نه استفاده کوي هغوی ته باید راپور ورکړي هم هغوی هغه دي رئیسان دي کوم روایان دي هغوی ته ګروه طالبان مال خدا البته د هغې زبی الله مجاهد نه چه کوي که څنګه بله سلام علیکم بله سلام علیکم خطاب وو پاچا صاحب سلام ستړی مسې جوړ خیر و خیر الحمدلله الحمدلله ولا خیر څه څال لري پاچا صاحب دا خبرونه اوري دا شیان خو اوري که نه خطاب صاحب چې وخت یې ونینیسم تاسو او ټولو معزیزو لیدونکو اورېدونکو او د پیام افغان د ملي تلویزیون ټولو همکارانو ته د محبت نه ډک سلامونه تقدیمو او د لوی خدای څخه هیله لرم چې ټول صحت وسی همچنان تاته هم دعا کوو ډېره مننه صاحب تشکر صاحب جناب خطاب صاحب هغه ورځ مې د ښاغلي فقیري صاحب سره یو بحث وشو او تاسو ته خو معلومه ده چې ما په جورج واشنګټن او احمدشاه بابا د یو قرن دوه قهرمانان ستاسو د وزین پروګرام نه پوره خبرې کړې وې یوازې بلې او دا مې مقایسه کړي وو مګر فقیري صاحب خو هغه ورځ بحث م وکړ ما خو وویلې چې د وخت غوښتنه مې وکړه تاسو هم تاکید وکړه بیا هغې وویلې چې په ځواب کې چې اویا کاله مخکې د امریکا نه میرویس خان نیکه د افغانستان ازادي واخیستله او بیا وروسته یې احمدشاه بابا یاد کړ زه د فقیري صاحب نه ډېر معذرت غواړم هغه قصه داسې نه وه اول خو حضرت میرویس نیکه رحمت الله علیه چې کله قیام وکړ د ګرګین په ضد په خپله د قندار ښاروالو او یوازې د قندار ازادي واخیسته د لوی قندار هغه وخت کې افغانستان اصلا موجود نه و او افغانستان د دریو امپراتوریو په خوله کې و چې مغولان صفویان او شیبانیان په شمال کې و او دا او میرویس خان نیکه چې په 1915 کې مړ شو په 1919 کې د کوکران په لویه جرګه کې مشر انتخاب شو دا قصه دیش کاله یعنی د میرویس خان د تولد نه تر دې پورې فرق لري او احمدشاه بابا چې و احمدشاه بابا د جورج واشنګټن نه 10 کاله مشر دی او د مشر دی او د 1940 کال کې افغانستان د اول ځل دپاره تاسیس کړی دی البته د افغانستان د ملت په جوړولو کې د میرویس خان نظریه اوله وه یعنی هغه دا نظر لره چې څو سره یو موټی نه شي او د یووالي لاسونه سره ور نه کوي د پردو د اثارت زغ به له خپلو اوبو څخه لرې نه کړی شي مګر د افغانستان جوړول رسماً احمدشاه بابا کړي دي او احمدشاه بابا دوی په یو جنریشن کې وو
زما بیا هم غوښتنه د وخت غوښتنه وه او د جورج واشنگتن په باب باید ویم چې جورج واشنگتن په 1915 کال کې کانتینتل آرمی تاسو ته معلومه ده جوړه کړه او وروسته د هغې نه بیا په 1915 کال کې د دې مشر شو د دې کانتینتل آرمی مشر شو او په 1916 کال کې تاسو ته معلومه ده چې ډیکلریشن تامس جافرسن ولیکه او په دغه فلادلفیا کې دغه شو پات شو او به ازادي واخسته اگر چې ازادي مکمله نه واخستل شوي هلته و دلته د ویان صاحب په خوله برګ برګ جنګونه وو تر څو چې په 1933 کال کې د فرنچ تریډي امضا شوه او په 1978 کې د اول ځل د پاره قانوني اساسي خاطريجي وشوه او په 1989 کې د اول ځل د پاره جورج واشنگتن انتخاب شو او د نیویارک په وال سټریټ کې قسم وخوړه د ریاست جمهوری چې یعنی د 1776 نه چې د امریکا د ازادۍ ورځ ده تر 1789 پورې دا کلونه چې څلور او نه دیارلس کاله کېږي وښونیو تر څو پورې چې انتخابات او قانوني اساسي داخلې وشولې زما منظور سره چې تاسو ورته یاد هم کړه دا وخت و بل شی نه و البته د مبارزاتو په کولو کې دغې وختونه په کارېږي اما چا بابا هم د ازادي غوښتونکي نهضت نه پاچاهي ته نه دی راغلی هغه د یو امپراتورۍ جنرال و او هغه د امریکانو په اصطلاح رایت ټایم رایت پلیس کې برابر شو او نادر افشار مړ شو او دې ښځه ورسوله چې ځیرکه او نابغه شخصیت و د امپراتورۍ د نادر افشار نه افغانستان ملت راویست او په یو امپراتورۍ بدل کړ زه همیش ویم چې د احمدشاه بابا د نبوغ او زیرکیان داسې معلومیږي چې خدای تعالی همدې ته پیدا کړی و چې افغانستان جوړ کړي چې بې په آینده کې د دې نورو امپراتوریو مقدرات د افغانستان په واسطه معلوم کړي او چې وملیدل انګریزانو درې شکسته د روسانو سوویت یونین سقوط او د امریکا جګړه هغه دی د څو او شپږو یوازې اتومي پاورونو سره او ماته دا ټول د خدای تعالی په دې پوهېده و دا مخدرات همدسیم چې په احمدشاه بابا افغانستان زما منظور فقط دومره و نورم وخت نه نیسم په خدای م سپارمه او عمر دې ډېر شه ډېره مننه خو دغه تاریخ چې د ډېر خلک پکې معلومات نه لري اوله خو تاریخ باید خپله دغه سنه باید وویل شي هغه سند یې چا په یاد نه پاتې کېږي یو وارې ماته یو ټوکه غوندې یو چا ویلي ووایي زه په هندوستان کې وم په لیلی کې یو شهیر شخصیت د افغانستان د غزو یم ویلې ما سره و و هغه به هر وخت چې غږېده بیا به یې ویلي کې د فلاني تاریخ احمدشاه بابا به روز دوشنبه ساعت 3 بجې بعد از ظهر و تاریخ 1300 نه بیدم څه یو شی به یې وویلي استاد شده تو گفت بیا نبیندارم نادر خان استاد شده تو گفت فلانی روز در هفته و در سر روز آمده بود و مابین روز بود و دیگه بود داشتن به ویلی 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 مونگه به خلی واضی بید دقیقه بشر سنگ دقیقه تاریخونه بیادی او خپل دقیقه تاریخ چی دای بیانهی سنگه دقیقه ده و یه ورز پا اقی کیو لیلی کیو غنطلی و دویدی لگزر چو پای کمای کم ویلی و نشه و ریختیات چی ده لطفل و نشه سری نیاوره و ما غاق پیو که چه یک چیز هر چیز خوب است و ما دوست داریم ایتا مگر برای ما بگو که این تعجب مده ای است که تو چطو امی تاریخ ها روز دقیقه ساعت و اینا کلش با یادتان است و بسیار مقبول صحبت میکنین وقتی به تاریخ و گذشته ها میرین و اگه ما تمخ راوارو که بسیار ساده بیعقل انسان هستین شما ما تعال شما را بازی دادیم گفت چطو؟ گفت مرا پدرم گفته بود که در مجلس که میشینی که بسیار خودت دانشمند معلوم شوی از گذشته ها از تاریخ زیاد گپ بزن سنرم بگو روزم بگو در اون مجلس شاید 99.99% مردم هیچ ندانه که در اون سنم درست است یا نیست حتی خود معلم تاریخ هم سنه و روز و اینا فراموش میکنه خودت بسیار وزین معلوم میشی
ما خود ما دمی تاریخ افغانستان اول خوب باور ما بسیار کم است. رزی که تاریخ هر یکی بمسله که خود نوشته احساسات شخصی خود اونا درج گردیده. حتی خارجی هم که از افغانستان رفتن اونا را هم انفلوئنس کردن، بالایشان تاثیر انداختن. و از زبان یک افغان یک امریکایی هم که میره او را میپرسه که چی گپ است، چطور بود، چنان بود. و امو کسی را که از سمت شمال از یک محل بپرسه او خواه طبعا آنچه احساسات و بغض خودش میگه او معلومات ایران میداره. اگر از یک محل دیگه باشه و یک چی، اینه در افغانستان هم خود تاریخ واقعی افغانستان بسیار دشوار است که آدم بدانه. مگر آمدیم بالای شرایط فیلی و طوری که پاچه سب عمومی تشریح کردن امی افغانستان موجوده، خود احمدشاه بابا یک گلیه ما از احمدشاه بابا نداده و رو رو چیتو دومره پانی پت دیم فتکا و مندی دیم ویلی و در قنداریان تو بای ویلی چی بالا رازی چی لارسو هندوستان تا بیا وی لازر نفره با دل سر روانو جنگونو نسری بای مرک کرد دوی با مرسو بیا بای مغا جوی نفته که او واری جنگونو کردی زنم چه در افغانستانی دقیقه اتک و در خاوری در غندی بیخی مطمئنه کردی وی و دفاع کردی وی چه بلچا بیا نوی اخیسته داده و بوتم دی موگه لار وی اگه دیلی دیر لره در دقیقه شان چه دی موگه پنسیب سوی وی اگه ندی سوی نو خدای دی خیر پیخی پاچه سب تو خود دیر خیلی گیگی والا. بله سلام علیکم. آپ سعی اجی سب جوری پخیر. نه خیر خودشون که دستورین داد. دخیل بات اون آب بگاه ولی ماست آخورشیب که ویلا. وا خدای دی تات ایمان نصیب. با دکم دیو خیلی خدای خودشون. خدای دی مکم و. با پماخ. او پماخ دیگه. بله سلام علیکم. علیکم السلام. آ غفوری سب سلام علیکم. خوب استین خوش آمدین سر. جناب خطاب سر بینندای و شنندای توی برنامه سخن اوریان تلویزیون جهانی پیام افغان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. جناب خطاب صاحب، قبل از همه میخوام از کامنت های زیبا پر محتوای محترمه فوزیا جان عطا، جناب درانی صاحب، جناب عبدالله علم و جناب امیر پووندا که از طریق فیسبوک همیشه می نویسن قدردانی و ابراز امتنان نموده، صحت سلامتی و موفقیت مزیدشان را از علای متعال استدعا می نمایم. جناب خطاب صاحب، امارت اسلامی افغانستان تا یک اعلامیه یا فرمان گفته است که مطابق با ارشادات دین مبین اسلام وارد کردن اتهامات بیجا به مسئولین و نقد کردن دور از واقعیت آنان شرعاً جواز ندارد. همزمان با آن رسانه های مزدور، ماجراجو و دروغگو در افغانستان با رسانه های خارجی بادارانشان همصدا شده فریاد بالا کردند که گویا این فرمان نقض قوانین آزادی بیان و آزادی مطبوعات است. جناب خطاب صاحب، اگر فرمان مذکور را از منظر ارزش‌های اخلاقی اجتماعی و مهمتر از همه ارزش‌های اسلامی مورد ارزیابی قرار دهیم، یقیناً یکی از بهترین و جامع‌ترین فرمان امارت اسلامی برای اصلاح یک کشور اسلامی مانند افغانستان می باشد، چون در طی سال‌های متمادی متأسفانه در کشور ما فرهنگ دروغگویی، افترا، خیال بافی و تومه زدن ها آنقدر ترویج و دامنگیر مردم ما شده که جز صدور امچو فرمان و مجازات شدید به مرتکبین آن از جانب دولت دیگر چاره وجود ندارد. زمانی که از چینل های خبری و میزهای مدور به اصطلاح تحلیلگران و کارشناسان خیال باف بعضی از تلویزیون ها شنیده می شود، آشکار می گردد که مسئولین تهیه خبر و گرداننده های مضحک تحلیلی با نشر اخبار کاذب و تحلیل های احمقانه چقدر به مکتب ژورنالیسم و عرصه مطبوعات خیانت می نمایند
و اعتبارشان را روز به روز از دست می دهند. قابل تذکر است که دروغ گفتن، افترا و تهمت زدن در میان اقشار مختلف جامعه ما یک امر عادی و معمولی شده و اصلا کوچکترین توجهی به عواقب خطرناک دینی و دنیوی آن صورت نمی گیرد. در حالی که مطابق به احکام دین مبین اسلام همین سه عنصر دروغ، غیبت و تهمت که یکی از عوامل بدبختی و تباهی در طول 40 سال جنگ و برادرکشی در افغانستان بود که کمونیست‌ها، سکولارها و مجاهد نماهای جنایتکار این دزدان فراری مرتکب بزرگترین گناه‌های کبیره شدند. صدور فرمان امارت اسلامی مایه امیدواری مردم مسلمان بوده، هرگاه با تطبیق این فرمان از دروغگویی و اتهامات بیجا و بیمورد در سطح دولت و نظام جلوگیری به عمل آید، یقیناً که آهسته آهسته در ادارات سطوح پایین دولت و ادارات موازی با دولت تأثیرات مثبت خود را داشته و در فرجام انشاءالله که از یک جامعه انسانی فارغ از کدورت، تعصب، جنگ و جدال برخوردار خواهیم بود. حقیقت مسلم است که اگر ما مسلمانان دساتیر و ارشادات دین مبین اسلام را در کردار و گفتار یومیه مد نظر داشته و طبق آن عمل نماییم، یقین داشته باشیم که از همه اشتباهات و گناهان مسئول بوده و در دنیا و آخرت رستگار می شویم. و من الله توفیق. شعر الله طور معمول شرجت تشکر غفوری صاحب همونطور است. خب رسانه ها باید روشنگری کنن، مگر رسانه ها اگر بنشینن و دروغ بگوین و رسانه هایی که پول میگیرن از بیرون و هدف روشنگری نیست، اما اصالت یا رسالت چی خود مطبوعاتی خود ادا نمیدارن، با پول خریده شدن و بلندگوی و میال دیگه میشن، میال دیگه میشن دیگه، اونجا باز او اثر معکوس داره. شما باور کنین ما همین چی را که میگیرم افغانستان انترنشنال، الان که در بلخاب 2 نفر طالب کشتن و 50 نفر زخمی شد و 3-4 نفر طالب فرار کرده کوه رفت و باز یک هلیکوپتر از دوران سابق نشان میده و یک دریچه را نشان میده، یک نفر گویا از تلفن خود برداشته که در اینی خانه طالبا بوده اینه گریختن، ولی او خانه یا دیوار خود نشان نمیده که طالب از اونجا فرار کرده، از محل جنگ، از محل زد و خورد کدام فیلم برداشته نشده، باز او توسط کدام منبع و تایید نگردیده، یا بلخابی ها را که پرسان میکنین میگه در این محل خیر خیریت است، هیچ ما جنگ نه، فیر توفنگ اینا آمده، خود با خود یعنی سلف دسترکتیو میشه، یعنی خود خود تخریب میدارن همی مطبوعات. در صدر اسلام هم همینطور بود، در قدری که در برابر پیغمبر تبلیغ میکردن که شاعر است و که نمیدانم ساحر است و دیوانه است و که دیگه است، باز مردم میدن که پیغمبر بهترین عالم خدر محبوبی همه شده میره روز بروز، و اونا با ما لعنت میگفتن که رزیلا را سعی کنین دروغ اینا را ببینین، و در برابر همینطور یک شخصیت هیچ امکان نداره که دروغ بگوه. یا خود همین فرمایشات دین اسلام وقتی که مردم میدیدن و میشنیدن میگه خوی خوب بهترین یک سپارش است، ولی پیغمبر امیر آورده گفته نقص ازی چی است که راست بگوین، صادق باشین، بد نگوین، مال مردم را نخورین. اگر قرآن از اینا قدر صادقانه است و درست است و خوب است دیگه خب بیا امیر بپذیریم. منظور ما ایست که اما خود کسی چینی که صدا میدهد خود صفت خیش ادا میدارد، اما تو یک چیز باید باشه، اما وقتی یک انسان بالای امور خود حاکم بود و متفق بودن درست اعمال اونا علاجی گردید و تفتیش گردید برای قرآن برابر باشه، باز هر تبلیغ یا هر یک مثال بهترین مثال شمی جنگ 20 ساله بود در برابر جهانیان. در حقیقت بگویم طالب جنگ خود میکردی که کی تبلیغ میکرد و نمیکرد و هیچ اونا از جهاد خود
از استشهاد خود هیچ دست به سر نشدند، زندان ها افتادند، تعجیز شدند، بم افتاد، خانهایشان ویران گردید، زخم برداشتند، به شهادت رسیدند. ما خود ندیدم که طالب کم شده باشه، زیاد شده میرفتند و نه تبلیغات بالایشان تأثیری را میگذاشت. به هر حال دوستان عزیز، میریم سراغ یک چند اعلان، برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود انشاءالله. با سلام، من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی هستم. در 22 سال گذشته من و همکارانم بیش از 250 میلیون دلار از شرکت‌های بیمه برای موکلین خود دریافت کرده‌ایم. در صدمات شدید بدنی و پرونده‌های میلیون دلاری، قدرت ما میتواند بهترین حمایت از شما باشد. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99، معتبر، برا. هر خونه میتونه با مورگنلند زیبا و چشم نواز باشه، چون مورگنلند به هر خونه میاد. با هر سبک و سلیقه‌ای که باشید، مورگنلند به خونتون میاد. مورگنلند با طرح‌ها و رنگ‌های متفاوت، مرتبین فرش‌های دستباف و ماشینی در هامبورگ، نقش در نقش، رنگ در رنگ. مشتریان محترم، شما میتونید این فرش‌های مرغوب دستباف و ماشینی را از آدرس‌های بروک شماره 9 20457 شهر هامبورگ، هاون سیتی، و همچنان بیل اشتراسه شماره 118 شهر هامبورگ خریداری بفرمایید. فرش مورگنلند، فرش با کیفیت. فروشگاه های بزرگ موبایل فروشی غوز اونگول در هامبورگ بلشتی. بلشتی در هاپتشتراسه شماره 13 و آلستنبیگ، گردنشتراسه شماره 96. با ساحه بیشتر از 3500 متر مربع، در این فروشگاه های بزرگ بهترین و مرغوب ترین مبل ها، مبل اتاق خواب، مبل اتاق سالون، مواد تزئینی منازل و سایر ضروریات منازل خیش را به رنگ ها و سلیقه های مختلف به دست دارید. ترانسپورت رایگان تا 50 کیلومتر و ترمیم رایگان. فروشگاه های غوز اونگول در هامبورگ بلشتین آلستنبیگ در خدمت شما هستند. Change is disruption. Change is rebuilding. Change is progress. Change is hope for a better future. In Asia, change has brought it to prosper even after constant disasters. You have been the change in Asia. From providing emergency relief to disaster resilience to sustainable livelihood support that take families out of poverty. That is the power of change in Asia. Donate now to Islamic Relief. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی، آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشد. مراکز توزیع برنج پامیر، آلمان، هامبورگ، شرکت پامیر، دوسلدور، شرکت ساعد، افغانستان، شرکت پامیر نوآوران، هرات، کانادا، وانکوور، شرکت خیبر لندن، انگلستان، شرکت پامیر، لندن.
جای فروشی سوزان در شهر آمبور اشتایندم شماره 37 با سابقه 30 سال با ارائه انواع و اقسام جواهرات از قبیل الماس، زیورات با دیزاین های مدرن 21 و 22 کرات عربی در خدمت شماست. همچنان انواع و خشت های مرغوب 24 کرات با قیمت های روز در سوزان جواهر فروشی قابل دستیاب باشد. مشتریان عزیز، شما فقط در سوزان جواهر فروشی انتخاب وسیع از جواهرات را دارید و انواع سفارشات شما پذیرفته می شود. سوزان جواهر فروشی اشتایندم شماره 37 299 شهر آمبور. شماره تماس 00494243283. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدن، از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heyderilawgroup.com. سانکر مدیکال سوپلای کلیه لوازم طبی را تحت پوشش مدیکر با تحویل رایگان در منزل در 38 ایالت آمریکا فراهم می نماید. این لوازم شامل کفش های دایبیتیک، کمربند و قوزبند حرارتی، زانوبند، مچبند، ساپورت مفاصل و صدها لوازم دیگر از جمله دستگاه های حرارتی و دارای ماساژ می باشد. ضمناً این شرکت مفتخر به ارائه جدیدترین دستگاه اندازه‌گیری قند خون بدون نیاز به سوراخ کردن انگشت از طریق بیمه می باشد. عزیزانی که از این خدمات استفاده می کنند، علاوه بر شرکت در قرعه کشی ماهیانه صندلی فول بادی ماساژ، از جوایز ویژه ماهیانه ما بهره مند شوید. برای اطلاعات بیشتر با 818-456-4480 818-456-4480 تماس حاصل بفرمایید. قابل توجه هموطنان عزیز، احمد استودیو نمایندگی شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان در اروپا. این استودیو در تهیه و ترتیب و فیلم برداری کلیپ های تجارتی با تکنیک پیشرفته امروزی آماده هر نوع همکاری می باشد. شما می توانید اعلانات تجارتی و فوتی خیش را با همکاری احمد شریفی از تلویزیون جهانی پیام افغان پخش نمایید. برای معلومات بیشتر با آقای شریفی و شماره زیل تماس گیرید. دوستان عزیز، عرض سلام و احترام، باز هم خوش آمدید با برنامه سخنی اوریان، بخش تحلیل و تفسیر بالای اوضای جاری افغانستان. باز هم خوشمند استم از افغانای ما داخل افغانستان تا تماس حاصل بدارن و بالای اوضای گرم افغانستان صحبت بدارن. ما خوب حالت افغانستان یعنی فعلا
برای بشاری ها در بشاری بخش ها مجهول هست، باید روشنی بیاندازن. بعضی ها بشار تیز هوش هستن اما کنه مسائل خوب درک کرده میتونن، از سطح و از بخش احساسات و قهر و غضب و اینا وقتی دور بریم واقعیت های روز افغانستان رو درک کنیم. در افغانستان خوب برادر اینمی حکومت مجاهدین، حکومت خلقی، حکومت پرچمی، حکومت طالب، حکومت اشغالی دموکرات سیکولر ها اینمی حکومت ها هست. یعنی زمزم درخت افغانستان یک شاخی از اون ملا و مولوی که بس کنیم طالب ها هستن، امروز احراز اقتدار کردن و یک گاهی دیدم که مو موراهای خبیثی افغانستان بگویم یا سرطانی و غداها پرچم و خلق نمو کردن در افغانستان. اونا یک ده دوازده سیزده سال از ترکی تا نجیب دواندن و اسب خدا و مردم هم افگار کردن و مو عقاید فرتوت بیگانه را بالای مردم تحمیل می داشتن. باز دو میانه مجاهدین از جهاد آمدن که ما میدان بردیم و ما مجاهدینی هستیم که ابر قدرت به زانو در آوردیم و اینوان. شما دیدین که 60,000 آدم تنها در کابل به قتل رسید، خانه هایشان ویران گردید و روزای بسیار بدی بود. تا بعضی ها را عقیده به ای است که آل عکس دکتر نجیب و نمیدانم برهان الدین و دیگر و دیگر در میان گذاشته بودن، میگم قیمت‌ترین عکس از دکتر نجیب بود، چون مردم در امو انگامی که باو که نوکر بیگانگان بود دیگه بود، مگر نسبت به یک چند نفر مجاهد و آدم چربی میکرد، عکس اونا را مباهات میکردن و تصویرش را میخریدن مردم. به یه حد مردم به سطو آمده بودن از امو کسایی که در برابر ارگان دکتر نجیب میجنگیدن. اگر بنان تاریخ افغانستان است، یکی آمد و یکی رفت، مگر از درون خود افغانستان بوده. اگر ترکی آمد افغان بود و اگر نمیدانم افیزولاو و که ببرک و دیگه بودگه از افغانستان بودن، از امی خطه جغرافیایی افغانستان. مجاهدین هم ملا و مولوی و که دیگه بودگه افغانستان همیز کالرای افغانستان بودن و در پاکستان آمدن. در پاکستان میگن در آغاز وقت جهاد آغاز گردید علیه اتحاد جماهیر شوروی، میگه 100 حزب در پاکستان میخواستن ثبت نام کنن با پاکستانی ها در خاک پاکستان بگویم، یا در خاک ما که علی زیر سلطه طالبان جبران تاریخ جدا کرده در امی پشاور و اسلام آباد. و یکی گفت باز میگه پاکستانیا تصمیم گرفتن به مشوره امریکا که دیگر گفتن همه دفاترتان رو ببندین، دیگه امتیاز برای شما نیست. امی هفت رهبریت اینا پذیرفتن و برای از اونا دفتر و دیوان و نمیدانم معاش و ماکولات و دیگه و دیگه تعیین گردید. اونا آمدن در افغانستان بعد از افول پکت وارسا بگویم یا اتحاد جماهیر شوروی، اونا هم دوران خود گذشتاندن، باز هم افغان بودن. بالاخره طالب بیرون میشه، طالب هم پاکستانی هم نیست، امریکایی هم نیست، در خاک افغانستان، در درون افغانستان، در مدارس افغانستان درس و تعلیم کردن. از امو شاخه و پنجه افغانستان اینا تا کردیت اونا از بین بره و خراب شون و مردود هستن و پاکستانی هستن و نوکر هستن و کونه خیال هستن و ملا هستن و ضد حق بشر هستن و ضد حق زن هستن. یرفا به نظر ما خودم وقتی او را وزن میکنم میبینم که چندان، اول خب آدمی که حرف میزنه خودش چندان آدمی نبوده، یعنی خیانت کرده برای افغانستان. باز اگر و وزن گپی از او را میبینم، میبینم همش دروغین
تبلیغی بیمانا صحبت هست که چیز قابل ارزش نیست و در این راستا طالب شر طالبان هم هست. اما دامنی مطبوعات ایلا دادن و کار خود به پیش میبره. وقتی میبینی که واقعیت نیست و میبینیم اثر معکوس داره برای طالب، دیگه هم کردیت میده که یا خود دروغگو هستن اون طالب چیزی که برای اونا میگن اما تو نیست واقعیت نداره، دیگه هم برای از اینا نقص و ضرر از اینا میانجامه. بله صدیقی سه. بله بله السلام علیکم محترم خطاب صاحب. و علیکم سلام و رحمت الله، بفرمایید. خوب هستین ان شاء الله؟ الحمدلله شما خوب هستین ان شاء الله، خیر و خیریت هست. زنده باشین برادر محترم. با اجازه شما ما دو دقیقه وقت شما را بگیرم. بفرمایید. بفرمایید. بله بفرمایید. بله خطاب صاحب محترم، بعقیده شخصی ما امارت اسلامی باید به خاطر مشروعیت داخلی و ملی خود داخل افغانستان و هم به خاطر همین مشروعیت خود در خارج باید کار کنند. من تو فکر میکنم خطاب سربسار عزیز محترم که امارت اسلامی هر چی تر باید من فکر میکنم که یک لوی جرگه ملی را یا نامش هم هر چی که میمانن اجماعی عمومی میره از نماینده های آگاه علما و افراد نخبه و دلسوز که با وطن خود و مردم خود دلسوز باشه تشکیل کنه و در این موارد قانون اساسی، سیاست داخلی، خارجی، موضوعات اقتصادی خود، تجارت و تصامیم عملی خود اتخاذ کنه. به می ترتیب در قسمت مکاتب نسوان یا دخترها که الان صرف 12 هنوز هم تا بالا باز نشده تصمیم گیری باید صورت بگیره. ممالک همسایه و جهان اینمی نقاط ضعف امارت اسلامی را در نظر میگیرن که باش که اینی مسائل خود یا باید اصلاح کنه و یک حکومت همشمول وجود دارن تا مایه را رسمیت بشناسیم. امارت اسلامی از همه بیشتر باید سیاست خارجی متوازن خود و اصل یک بی‌طرفی عام تام یا عدم انسلاک باید بر جهان اعلان کنه و در این صورت بر جهان یا ممالک همسایه و به هیچ کس فکر میکنم که بهانه دیگه باقی نمیمانه که حکومت امارت اسلامی را به رسمیت نشناسه. معاهده تجارتی که شما خبر دارین خطاب صاحب بسیار عزیز، چند قبل یک حیات از وزارت تجارت یا از اشخاص با سفارت پاکستان آمده بود در کابل با وزارت تجارت افغانستان امضا کردن و در اون جلسه هم بسیار خوب از موادات که یا چیه نقاطی که برجسته بود در اونجا افشا کردن و گفتن که از بنادر پاکستان افغانستان میتونه تا به هند و دیگه ممالک مواد صادراتی خوده ویچی کنه صادر کنه و همچنان از ویژه به افغانستان میتونه از طریق پاکستان مواد هند و از دیگه ممالک باید بیاری که یک کار بسیار خوب است و همچنان به ممالک آسیای میانه خطاب صاحب محترم به تاجکستان و پاکستان و دیگه ممالک این تجارت انشاءالله رونق میگیره، این اقتصاد افغانستان بسیار غنی میسازه و بر مردم به اصطلاح کار پیدا میشم. مشکلات کاریابی و مشکلات بیکاری را در افغانستان خطاب سیب عزیز گم میکنن و همچنان خطاب سیب محترم به میشه و اگر آسیام رفتار کنن امارت اسلامی میتونه که سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را در افغانستان جذب کنه، استخراج معادن است که ثروت زیرزمینی و دست ناخورده که تا بالا باقی مانده انشاءالله از این طریق اقتصاد افغانستان بسیار قوی میشه، برای مردم کار پیدا میشه، فابریکات و دیگه و دیگه انشاءالله یک افغانستان شکوفا ما و شما میداشته باشیم. این عرضم بود خدمت شما. درست فرمودین و ای کاشم بسیار تشکر رسید کسیم نظریاتی بسیار نیک بود. یگان بار درمی خود چیز را که آدم از بیرون میبینه آنچه که شما فرمودین، ما هم نظر شما هستم، باورهای مشابه داریم. درمی درون خود خریطه سیاست می کلی خود آدم درو کنم بسیار چیزای دیگر را میبین. یکی از او درمی
انگامی که نمیدونم کدام رئیس جمهور بود، جو بایدن ببخشن اوباما بود یا کدام بود، خب من باید ندارم کدام تیجه بود و بسیار دارم انگام کمپین انتخاباتی وعده های سپرد و بگو 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 وقت داخل وایت هاوس گردید باز آنچه گفته بود یکی او را هم عمل نکد و بسیاری کارا را زده از او انجام میداد. باز یکی از رسانه ها از او پرسید که چرا گفتی سیاست امریکا را ما ولال نو فهمیدم آنچه ما فکر میکدم وقتی اینجا که بیاین و سرتان را داخل بسازین که چیزای دیگه است آدم نمیتونه مخالفی از او عمل کنه. در طالبا هم ولی فعلا در یک حالت مجهول مردم خصوصا در این مسئله مکتبا و دیگه دیگه زن قرار داده که برای کس گفتم نمیتونن که ما به اینی علتی را بستیم، هم نارواز که بسته شوه و ضد شریعت است و دین چه میگه و دیگه ما از بیرون چیزایی را برای اونا میگیم که در درون اونا چیزایی را میبینه. بیا گلتی از او را خب ما هم امیرم فکر میکنم که شاید امریکا یک با طالب گفته باشه که مکتب ببند که یک بهانه برای ما خوب باشه که ما شما را به رسمیت نشناختم تا نشناسم تا یک انگامی ما یک پالیسی داریم که ما از افغانستان شکست خوردیم تا یک مدت با بهانه های شما را به رسمیت نشناسیم. در داخل خود سیاست دیگه سیاست ها هست و دیگه عقب پرده ها دیگه پرده ها. ما خود مامو تو یگان بارم و مغز انسان وقتی شکاک میشه میره دیگه. حالی من زفان که برای ما میگه که مکتب والا شریعت در کجای دین گفته، ما میگم این مسائل شنیدیم یا سوره اول قرآن که در غار ایرا برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده و اقرا بخوان او را میارن و دیگه. یارو گفتم کلش میفهمن طالب و ما هم گفتیم شما ایره بیبی که چرای تو شده و علتی از ای چی بوده، در درون ریشه ها در کجا هست، چرا یک چیزی روا را ناروا انجام بده طالبا و او را خصوصا که خود از اینا افتادن که به رسمیت شناخته شوند و اونجا تقاضای بین المللی همی است که حکومتش اما شمول و مکاتب دخترها چرا باز نمیشد. این یار همی از یار که پلو به پلو بگذارین خساری از او به گوینده یک پروگرام نمیرسه. به می خود بدنی همی حکومت نو تاسیس و نو آغاز به اینا میرسه. یعنی یک تناقض موجود است در همی تصمیم که مو مغز شکاک و چی میگه متجسس به کار میاندازه. دیگه شاید یک علت شما می باشه و ما شنیدیم که برای طالبات هفته 30 میلیون دلار از امریکا میایه که ایره امو نرخ اسعار هم کنترل کنین به سرای 16 و اگر معاش مردم هم هست از امی تکاپو بدارین. قرار آوازی که ما خودم کدام سند ندارم هر هفته یک جیره برای طالبات فرستاده میشه در حالی که بانکارم بالای اونا قید ساخته و به رسمیت هم نمیشناسن. یعنی در درون خود شیطنت سیاست جهانی چیزایی را میبینین که او طالب هم بنابر اجباری که داره اگر او پولم قطع شوه و فرض کنیم مکاتبم باز شوه و دیگه شوه متلسم با هم میخورم، میگم شعبده باز یا مجیشن میگه در بالای ستیج یک ترک میره تا او وقتی او ترک است و مردم متعجب و متحیر میسازه که مردم او ترک ندانه. مگر اگر او را باز کنه که یه نمائنی چال زده بود و میتو بود باز او مردم متحیر نمیشه، میبینه که یک چیزی بسیار ساده است را خمام میتانستم یاد داشته. معمولا نمیتور است در سیاست هم همین شعبده بازی های سیاست جهانی را که ما خودم میبینم و ای را مقایسه میکنم با حکومت طالبا و سیاست امریکا و همه از اینا پهلو در پهلو خواهی چه امکان نداره. خب پاکستان اگر طالب متهم به ای است که زیر سلطه پاکستان و غلام پاکستان و که نمیدانم چاکر پاکستان و نوکر پاکستان، خب حال بهترین وقت بود که امو بادار طالب باید اول میامد امینا رو به رسمیت میشناخت.
دیگه به اون لحاظ بسیاری مسائل وقتی همین نکات میگه که یک جای کنین یک تصویر باید برتان بته if you connect dots it will give you a picture گفته امریکایا مگر امون دات هرچی میندازی و یک تصویر از او بیرون نمیشه دیگه بنان به تو یک آلت مجهوله اینا خلق کرده که آنچه ما بسیار به سادگی میگیم که مکتب خیلی باز کنه و اونم میشناسه و به رسمیت شاید امون تلسم باز به هم بخوره ورنه برای اونا مکتب هم آماده کرده و امروز آخر وقتی دختر لباس خودم پوشیده و در موترم نشسته و رفته دم در سنف اونجا گفته نه ندراین از بالا همور شده و که چطور شده دیگه بسیاری چیزای مشهول است که در سیاست او را طالب شاید همین مکتب بسته کردن به خیر خود بدانند ما تحلیل ما تا این دم پیش رفته که طالب عنانوی است و ضد حق زن است و حقوق زن تلف می داره و چادرش ایتور گفته و فلانی را ایتور گفته و تا امی دم ما مغز ما می رسه تا مویسه و فراتر از او ما شاید فکر کرده نتانیم یاد تجسس ما بسیار ضعیف است می درک کرده نمیتانیم بنان یا فرض کنیم طالبا در میانشان بعضی ها بسیار بدقار هستن و صاحب ضد حق زن هستن چطور شده میتونه که از یک مدرسه از یک مکتب از یک کتاب بازوان طالبای بسیار متحد دیوبندی ها یک دفعه یکیش بگوه نه این رواست اون دیگه بگوه نه این نارواست نه یا فرض کنیم عباس استان اگزای بلند شوه و از حق زن دفاع کنه در برابر طالبان خود شعار بته در همینجاست که ما میگم که یک چیزی هست که ما را نمیگه و خودی از اینام گفتم نمیتونه بعضی چیزا کلاسفاید میشه در امریکا هم رازای سیاسی کلاسفاید و دی کلاسفاید دارن اما کلاسفاید از روی طور است که او محرم است و دی کلاسفاید باز او در رسانه ها میبره هر کس میخوانه مطالعه میکنه برای طالبا همین مسئله به خیلی کلاسفاید است اونا نمیگذاره که کس بدانه و خودشان هم نمیخواین بگوین ما به این نتیجه رسیدیم در این بخش مسئله مکتب و مدرسه دخترها در افغانستان که یک موضوع بسیار گرم شده و شناخت چی میگه امارت اسلامی را به تعویق میاندازه بله سلام علیکم سلام جناب محترم آقای خطاب و علیکم سلام چه حال دارین اختری شما صحت سلامت خیر و خیر صحبت های شما را هم شنیدم در واقعیت جناب محترم آقای خطاب پروژه های بسیار یا پلان های بزرگی است یکی پای دیگر در داخل سیاست پلان های وسیع دیگر در داخل میشه در دراز مدت چرا پلان اصلی خو در ابتدا گفته شده که اینا سیاست جنوب شرق آسیا که اینمی موضوع مرکزیت به حساب جنوب شرق آسیا بیشتر تکیه میکنه به همسایه های افغانستان که دریج ذخایر نفت گاز است این فعلا در زیر سلطه پوتین قرار داره امی مملکت ها تحت قوامیت پیمان نظامی هستند به خاطر نجات از اینا و رسیدن به اینجا این پلان به وسیله اسلامیستا میشه نه به وسیله سکولارا نه به وسیله کسای دیگه که مکتب به حساب باشد بنان چیزی که اینا نیازمند هستند در آینده با اون مدرسه است که مدرسه در اینجا کارسازی خود میکنه هم به غورای چین و هم در اینجا یا نیازمند به مدرسه هستند نه بر مکتب ای که اینا را به رسمیت هم نمیشناسه ای خودش یک چال سیاسی یک فریب سیاسی چون وقتی که یک کشور در یک جای به رسمیت شناخته میشه او کشور میزبان در هر کدام از سفارت 20 نفر 30 نفر کارمند است این کاری را که دست بازی که امروز طالب در مقابل مخالفین خود داره یا در مقابل کسانی که در رسانه ها ظاهر میشن بعضی حرف ها را که میگن خودشون اجازه نیست چرا امریکا هم قبل از اینکه پلان شده همه چیزشان پلان شده کار کرده بودن رسانه های جمعی را در حدود 150,000 که بیرون کشیدن در کشورهای دبی در کشورهای دبی بازی که قطر و ابوظبی و اینا فقط اکثریت مطلق در رسانه های آزاد و اینا کار میکردن اون مردم ها فعلا اید نیستن کسانی که اقلش
یک آگاهی سیاسی داشتن، کسای بیچاره مانده که دست پایشان به حساب ضعیف‌تر بود. اینا فقط پلان‌های خود را فقط استیپ به استیپ به طرف آسیای میانه آماده می‌سازند. جنگ‌های لفظی بین تاجیکستان و یک تعداد از طالب‌ها هم رد و بدل شدند. در این اواخر جناب محترم خطاب صاحب ببینین این حکومت که مشروعیت از مردم نداره، برای از اینکه هزارهای مردم با وجود نامده آرای مردم نگرفته، این چطور میتونه تلویزیون پاکستان اعلان میکنه که واخان بدخشان افغانستان به پاکستان واگذار شدن؟ در این آقای متقی شامل بوده، رفته بوده منطقه را دیدن که واخان ارتباط میگیره سرحد پاکستان را با تاجیکستان و همچنان سرحد پاکستان را به همراه چین که را واگذار شدن، در حالی که ما گذشته ها همراه پاکستان سر موضوع دیورن گفته دیورن به میلیاردها مصرف شد. بالاخره هم گفتار شهید موسی شفیق بود که ما بودجهش وقتی که منظور میکرد که ما اینقدر پشتونستان میگیم نشک مصرف میکنیم، نشک یک روز افغانستان ما فدای پشتونستان بسازیم. امروز افغانستان که فدای پشتونستان شده در واقعیت امر از ضعف ما شد، از ناتوانی ما شد، ولی امروز بار دیگه برای ما دیگه دیورنده جور میکنه. این یک قضایایی است که باید ملت، اگر رسانه ها آزاد می بود امروز سر از این تبصره ها صورت می گرفت، امروز هر کس در مورد نظریات خود می داد. میاد آیت پاکستان میاد بدون از این که یک کشور رسمیت داشته باشه، اینا میان برای خود راه را تعیین میکنن، راه تجارتی را برای خودشان اشتمپل و مور خودم میدانه که تماما موترهای به حساب الکاوی ما اجازه داره در هر نقطه افغانستان آزادانه سفر بکنه و همینطور هم از افغانستان، در حالی که افغانستان بیچاره را ولاغ از ترخم کرد بالا و سبانش. در گذشته هم همینطور بود، چون ما خط رای بحری نداشتیم، از مطابق با اصول بین الملل برای ما حق داده شده بود که از پاکستان بریم. پاکستان میگه من شما را اجازه میدم، اما این که پلیس سرحدی نمیمانه تقصیر من نیست، موترهای مردم تجار سالها اونجا من شاید در جریان شما باشین از گذشته های افغانستان در مورد پاکستان با مرز افغانستان پاکستان. امیدوار و ایز ملت که اگر طالب است شما باید مطابق مشروعیت اسلامی هم اگر پیش میرین آرای مردم را بیاین بگیرین، با مردم روش خوب داشته باشین، نمونه باشین تا شما را دیده از اخلاقتان مردم به اسلام گرویده شود، در حالی که شما اعمال را انجام میدید که خلاف اسلام، خلاف اصول اسلام. و در این اواخر امریکایی ها خود اعلام میکنه که گویا گروه القاعده در افغانستان فعال است، داعش فعال است و تعدادی از تروریست های دیگر، و سعودی عرب هم آمادگی خود را به این گرفته که به افغانستان خود را حال نزدیک بسازد، چون او رقابت دارن با قطر متحد بسیار نزدیک امریکا در منطقه خارج از ناتو است، و این سعودی عرب یک رقابت های خود را داره. آل زیر نام القاعده در این اواخر شما خواهد شنیدین که سعودی عرب چه گلهایی را در افغانستان به همراه القاعده خواهد همکاری کرد، اونا اون افغانستان بیچاره پس دوباره به یک فروپاشی هست و یک فروپاشی که دوباره پس دوباره جمع کردنش هم مشکل است، تا که امریکا به اهداف آسیای میانه برسه. تشکر از توجهتان. بله خب، آسیای میانه و اینا یک تحلیل عمومی است که در اوکراین جنگی که میان امریکا و روسیه چسبیده و اوکراین برباد شد، 20 میلیون آدمی اونا مهاجر شدن و فرار کردن و امریکا آمدن و از امیرای مکسیکو آمدن میرن، و حتی در آلمان میگم این خانه هایی که برای افغانایی که مهاجر شده بود همیشان از اونجا کشیدن و بیرون کردن و جای او را برای اوکراینی ها داده، اونا را ارجحیت میتن و ترجیح میتن. دیگه به اول حاض جنگ در گرفته و میخواه که از طریق افغانستان هم، مگر یک چیز که خوشبختی از که از افغانستان از دست طالب کس نه القاعده رفته میتونه و نه داعش، امو تلسمی اونا را طالب میدانه، برای که داعش دشمن سابقی از اوناست و دوست امریکا شمرده میشه. داعش از او وسیله، از او حربه، از او ابزار استفاده میکنن که با آسیای میانه بره. مگر اگر برم و همین مسئله داعش و القاعده یا قطریس که از دریا برداشته میشه، تو یک زهری که کل بدن کبود بسازه نیست، یک بسیار ضرر کمتر داره و ایرا روس هم میدانه و شرق آسیای میانه هم میدانه، یک خطر متصوری بسیار کم هست که یک وطن
داعش به او حد قوی شوه و بازو هم از لابلای طالب بگذره و باز بره و صاحب تاجکستان رحمانوف رو چپه کنه و باز بره و دیگه شوه همه تو رفته بره و وامیان ده ایسا یک غوغا رو برپا میکنن میرن مثل یک جرقگه کوره دیگه به او لحاظ امی دشمنی رو که جهان بره از او تبل شهرت زدن یک وسیله ترس شده میتونه از لحاظ روانی مگر عملا چندان چیزی نیستن آمدیم رسانه ها آزاد هستن نختری صاحب امی افغانستان انترنشنال آزاد است طولو آزاد است باز در نهایت امی فیسبوک آزاد است تویتر آزاد است این دوران پادشاه و داود خان و اینا نیست که یک رادیو بود دورم حکومتی بود هیچ کس صدایشان بیرون نمیشد مگر ای که یک نفر میرفت سر چوک مظاهره میکرد باز ترکی بود و افیزور چی بود این ببرک بود و دیگه می آمد و شعار می دادن مگر خود رسانه ها زیر کنترل یا یک رسانه زیر سلطه پادشاه و سردار محمد داود بود و یا امو وقت پرچم و خلق هم همه رسانه ها به دست اونا بودن کس دیگه صدایشان بیرون نمی شود و به هر حال فعلا جهان یک حیثیت دهکده را گرفته در اونجا صدای تا بکشی در فیسبوک میبرای در تویتر میبرای شما گفتین رسانه ها را نمیگذارن ولی مگر پیش هر یکی یک تلفن نیست در جیبش امو اهالی که اگر بالایشان جبر است ستم است و هر یک در حقیقت یک نفر حیثیت یک کمروالا و چی را داره عکاس و فلم بردار داره ولی امی تلفون ما اینمی تلفون به حد صاف و دیجیتال و مقبول فلم میگیره که پیش هر کس در افغانستان حالا یگانه چیزی که اونجا بسیار زیاد رشد کرد و پیش رفت همین تلفن های دستی بود بعضی ها رو که مصاحبه میکردم میگفت که والا برادر اگه دایی تلفن کار ندارین یک نمره دیگه هم دارم دو تا سه تلفن حمل میکردن در امون دوران بدبختی های افغانستان در 20 سال یک نفر میتونه در می بدخشان اگه جنگ باشه یا فرزن در پنچیر یا در یک محلی دیگری در بلخاب است که چی است اندراب خب میتونه ما اندرابی ورداره و او را زود در فیسبوک خود پرت کلگی میبینه تمام یعنی آزادی مطبوعات حالی مربوط نشده به یک حکومت یا یک ساحه خاص یا یک کسی هر یکی میتونه او را آزادانه بیان بداره آمدیم بالای امی مسئله مولا و مدرسه و اینا مدرسه را میگذارن و مولا را نمیگذارن اچی را مکاتب را نمیگذارن او تو نیست برادر اول خواهد مکتب بیشتر خواهین مردم بیرون شدن امی کسایی که پرچمی بود مکتب خوانده بود خلقی مکتب شعله مکتب نمیدانم افغان ملتی مکتب این میدگاه همیشان مکتبی بودن تو از مکتب تو خیر و خیرات بر مردم نرسیده که مدرسه والا بیشتر محل خائنانه است و از مکاتب بسیار جایی که امی مخرب بود و امی عذاب سیاسی خواه اما مکاتب خوانده بودن این کسایی که از بیرون افغانستان از امی دورهای دور برای دوزادوزی رفتن خب و شمول ما مکتب خوانده بودیم خب فضل خداوند ما نرفتیم دست ما لوده نشد مگر سنگ و چوب دویدن و رفتن مکتبی ها بودن امی ارگ از مکتبی پر بود بهترین متفکر خو مکتبی بود کرزای هم مکتب خوانده بود یعنی عبدالله مکتبی دیگه دیگه اینمی مکتبی ها افغانستان رو به ماتم شاندن بدبختی ها را باعث شدن و اینمی ها اخوانی هم مکتبی بود ولی می اخوانی های حزب اسلامی و جمعیت تو دیگه 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 کابل از مکاتب بیرون شده بودن مدرسه والا نبودن ولی طالب از مدرسه بیرون شده خود چی باکی داره ولی ما اگر فکر میکردیم کسی که از مکتب بیرون میشه بسیار صادق آدم است بسیار خیرخواست بسیار کارهای نیک انجام داده خوب یا فرضاً حکومت هم شمول باید برای جهانیان هم شمول باشن خوال کدام هم شمول هم میگن خوال ما معنی در ماندیم بعضی چیزایی را که طالب کرده میتانه انجام داده میتانه خورا خب ما بمرای تن هم سنگر هستیم توفنگ برداشتیم در فرق سر طالب از لحاظ مطبوعات اینو فیر کرده میریم مگر چیزایی رو که طالب مطالبه میکنه حکومت ظاهرخان هم شمول بود نبود و مو یک خاندان اونو ارتباط داشت و پسان 40 سال دیگه با همه چیز فرق کرده بود حکومت داود خان با مجرد کودتا شدن بهترین به شمول موسی شفیق شما گفتین
خانه نشین ساختم، یک چند تا خورزابت و دیگه دیگر آورد و یک چند تا پرچمی و همی اعضای گروپای پرچم خلق در اینجا حکومت میکرد. ما خواهی تو یک آدم شرچی را ندیدم، میواندوالا بعد شما دیدین توتیا مرستیال صاحب دیگه دیگه ای کسایی بودن که در امو انگام واقعا مردم هایی بودن که برای وطن خدمت میکردن. خب یکی از او را نه آوردن، امو کسایی را که بمرای زیاد به نام انقلابیون بود آوردن، حکومت خواهم شمول نبود. باز بعد از او در حکومت پرچم خلق و کلی خلقی و پرچمی بود، اما شمول آدم روحانی، آدم پاک، شریف یک کتله مسلمان یک نفر نه، حتی اونا را میرفتن میکشتن، تعجیز میکردن، زنده به خاک میساخت. و بعد از او حکومت ربانی صاحب که آمد خب ما شمول نبود، اونم جمعیتی ها بودن و دگار همین گلبودین راکت میزد، چی میزد، بمباردمان میکرد، دورم تور میداد که راکت بزنه. همین هزارا کلشان در آشه رفته بودن، حکومت به دست همین مردم بود. باز وقتی که امریکا آمد خب بازم حکومت زیر سلطه بود، در یک سلطه خو استقلال نیست دیگه. به اول لحاظ ما میگم یک تقاضای غیر مشروع است و در داخل یک اجتماعی که همیشان ملا و مولوی هستن و نمو اکثریت هستن. امیال ما میگم اگه صندوق بان همی طالب مردم زیادتر رای هم بیتن و طالب چون باورمند به آرای مردم نیست و که هر کس رای بده و صندوق باشه و دموکراسی، باورهای اونا متفاوت هستن. اونا میگن این علما اگر یکی را به حیث یک رهبر و یک امیر پذیرفت و اونمو هست، ما کل ما به مبیعت کردیم. اونا هیچ عقیده به همین چیزا نداره. وقتی نداره او را میخواین که از امو پالیسی خود عدول کنه آنچه غرب میگه، او خب امکان نداره، نمیشه. آمدیم بالای دیگه مسائلی که برای از اونا پیشکش میشه. یک وقتی بسیار جالب بود، یک دو نفر خود کندید کرده بود، یکی آقای حبیب‌الله خان فاروقی بود اونا بودن و یکی هم ملا محمد نبی محمدی در لوگر. ما به یاد دارم بسیار با شتارت همی آقای فاروقی آرای بیشتر هم گرفته بود. در مو یک دو ماه آخر میگه یک دفعه یک ملا پیدا شد، میگه نامش ملا محمد نبی محمدی است و هم خود کاندید کرد در اونجا. او که کاندید کرد در مو بالای صندوق خود قرآن شریف گذاشته بود و عکس مولوی محمد نبی محمدی را گذاشته بود، گفته بود که به او کافر کریش خود تراش میکنه او را رای میتین. نوشته کرده بود شعار بالای مو صندوق یا مسلمان را رای میتین مولانا مولوی صاحب، یعنی بر روی می قرآن ببینین کی را رای میتین. میگم هر کس که میامد اونجا استاد میشد، اگه برای او میخواست که رای بده، او را به قوطی منداخت که بابا راست میگه، سبا مرا خدا نزنه و بدبخت نسازه. یک کشور بالاخره مو محمدی برد آرای مردم دیگه. به اول لحاظ ما میگم که یک کشور چی است، امی ملا و مولوی است. و بله از افغانستان میفرمایید. از افغانستان. و علیکم سلام. والا شکر، امی تلفن با دهن مبارکتان نزدیک بگیرین که بشنویم. یک کم اکی نزدیک بگیرین که صدایتان بهتر بیا با تلفن. حالا بهتر است. بله بفرمایید. ما بامرای ما مخاطب هستین، بفرمایید. خب فقط آقای خطاب، اول خدمت شما و تمام دوستایتان و تمام عزیزایتان و علیکم السلام. فقط من چند دفعه خدمت شما عرض کردم، چند دفعه با کوبتای دوام این مسئله آب کاری امکان داشته باشه که به آب در کابل. ما خب چند وقت پیش برکان گفتم شاید چه آب خراب است. آب پنشی را خوش شنیدم در خبرها که میاره به کابل. او را خوش شنیدم، بله که با گفتن که آب پنشی او را خوش میارن که تا که میارن اگه امکان داشته باشه که اینه مخی امکان داشته باشه که لندن یک بند بدنن وقت همون چیزش کلش خلاص را نقصه و کلش او بیا بهترینی از روی ایست یک دقیقه گوش بده. بهترینش همیست که امیر ربانی صاحب زنده، همی قبلش ببرین بدخشان
و دیگه قبرایم که سر تپا انداختن و هر یکی میره و پالیش تیر میشه فاش میته اونمونجا یک پروژه فرانسوی بود به خیلی میاد کدام اروپایی امو آقا در آمیالیم در ونکوور کانادا است آمد بسیار مایوس بود گفت ما امو پروژه را داشتیم که یک مغزن آب در می سر امی تپی که علی ربانی را گور کدن امینجا باشه و تقریبا 50,000 خانه کابولی را او میداد امو ذخیرگاه میگه همه چیزای شده بود و پولم آمده بود یک دفعه سر در این قاتل ربانی مرد و کشتنش آوردن جنازی از او را ورداشتن جای امو مغزن میگه او را گور کدن و سر امو پروژه از بین رفت دیگه به نظر ما بیادر یک نظر خویی را برات میتونم که امی کار کنیم تا که لالندر جور میشه و دیگه میشه دیگه نوشدارو تا به سهراب میرسه اینطور گفت نشه مولا اینجا بیرمی من خدمت را هم وقتا مرد کردم که چند روز بعد یا چند وقت بعد گفتم سر قلط حوض در کابل بچار کم آه متاسفانم آه والا این اینجا در سر حال بر مردم بر 40 متر و 50 متر میکنه حال گفت شد به 100 متر کشته خو یکی یک دعا کنین که خداوند از آسمان یا و بیاره خداوند دیگه یا هم یک آفت سماوی میتونه باشه امی خشک سالیای ممتد امی حالت بار آورده در خود کالیفرنیا باور کنین امینجا که من نشستیم یه 7 سال از خشک سالیست امی چمنای مردم که دم خانهشان ببینین که سبز بودن با شمول خانه ما وارا گفتن هفته 3 بار او نتین 1 بار و اگر جانتان هم میشوین بسیار کم زود مقصد خود تر کنین و زود بشوین و او زیاد زایی نسازین یعنی پالو یک بحر بیکران پاسیفیک اوشن میگیشم و بحر الکاهل ما قرار داریم مگر امو آبم به درد نمیخوره کلش نمک است و دگست یعنی در یک مملکت پیشرفته ترین کشور جهان اینجا خوشحالیست و در یک ایالت بسیار غنی امریکا که کالیفرنیا است ما خشکسالی داریم بسیار یعنی وضع خراب است ای در افغانستان دیگه خدا کنه که ولی این بارانا شروع شوه خداوند لطف خدا کنه دیگه در غیر از اون من میشه توفان میشه اما اون تیل لباس جای من خدمتتان هستم اما در خود شهر کابل که دیگه خو یکی امو بند لالندر اگه میتونه زود شوه خود درست میفرماین او رو طالب نمیده تایی بخنخیه بیایی در وقت دادخان خدا بیامان شده بود آه کلی چیز دی خلاص هست فقط دارم زمین ها رو تقریبا استملاک و بگیرنمان هم کل نقطهش خلاص هست بایسر هم اگر نوزه بر مردم دادن اگه میخواد از شما سر کنیم بند اگه بدن این میکابل بیره هم میشتن اینجا یک دوست ما مانلای مومندی صاحب هستن انجینیر هستن اما همی تهدا به همی بندها رو اونا تفتیش میکرد یک وقت اونا هم بلد هستن با اونا صحبت میکنه مگر گپ سری ازی است که همی حکومت بودیجا داشته باشه این کار حکومتی است این کار یک آدم نیست همی رو باید حکومت انجام بده بسیاری چیزا مربوط ماست و بعضی سرویس های است که حکومت باید بده اعمار سرکای عمومی است همی بند و انهار است اجازه مکاتب است و دیگه است دیگه است او سرویس حکومت است که او را باید خدمات اجتماعی حالا حکومت خاصه فیلانی قدر خدمت میکنه که هیچ اندازه نداره این مردم هم که سه منظم را میرن دکاندار هم منظم شدن خب مدر ها منظم شدن دوزادوزی و چول و چپاول و فرانا که میکنه کارا سهل از بین تقریبا 80% از بین دستن بیش باید فیصد مانده کن داره کن داره چهار پنج ماه یا سال سوم از بین بیرم یکی اما موتایی یه چیزی که هسته که مقدم مسائل او بسیار ضروری است و دیگه این میگم شما این موتا نمیبینی پر بود موتا دا معتاد خود چه قدر خدمت این طالبا کرده نمیفهمم من خودم طالب نیستم اما میخوای مردمی ها یاد بگیرم این چی دارم با خدا یک قدر این طالب مردم هستن این که هیچ اندازه نداره محبت میکنن یا سفیده سرسفیده شهر شد یا را کل گیره خدمت میکنن اما این یک مسئله هم هسته که این مسئله هم بره مردم بیچاره مایاری را این میتونه یا بله 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 بله
ایره درست میگه گوشتاو میگیرن بیچاره والا فلانم برشان میذوزه ایره درست میگین بله تش مقدار که خدمت جان عرض کنین بچش خوب بشار خوش بشما خدا محبت های در کار من میش میشم پروگرام های دارن خدا بشار محبت از بسیر اینقدر شما ما یک انسان خوب و باشرف و باویدان هستی که محقت هم میگیم من خوش مهنه میکنم یک آدم باید صاف محقت هم بگویر شما میگیم محقت یک آن چیزی کنه که این نمی با چشم ایرا ایرا با چشم بسیار زیاد تشکر تشکر همچنان همچنان تشکر تشکر برادر ما خدا حافظتان چقدر خیر خواهی قادم و یقیناً احتیاجات اولی انسان ها اول اکسیجن است بعد از او آب است بعد از او غذا است دیگه احتیاجات می مکتب و دیگه و دیگه به درجات هفتم هشتم میه و یک نفر که در حال مرگ است و از گرسنگی می میره یا از تشنگی او را بگویی که برو مکتب و بگوی اول مرا خو نان بتی ما میمرم ما میل را رفته نمیتونم او بتی که او نیست و بازو دیگیش خوب برتر و به هر حال بله سلام علیکم شما زم جور پخیره دردی خدا جور رو خیرات دورانی سب چنگه جور پخیر شکر تاکر والا شکر سال داری چه خبری دی تاکر بانس والا خیر و خیرات تا شده و چکالی ده منگه خل بارانو وای 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 و شدی دور جلالی ها سبی که مسکل دورانی سب چنگه جور پخیر مخ که بعد از آقا فارمسی نمره آقا رانقه ما آقا فارمسی خوب بس منگه دوا کار خوب منگه که آقا پرون یا چای او توک او کرد ما هم دیرو خندل دیمونگه پا تلویزیون که او سرای دا آقا دینی پروگرامونه لری خو آقا بیچاره باید پیسی ورکی دا هر پروگرام پروگرامر مگاهل رو و غویلی که بیادر این پیسر مرا بتینیم خو دا جیب ما نمیره ای دا آوا میره دا آوا و دا غدی مگم دا تلویزیون چی دا پا آوا چیزی دا پیسی باید ورکویم پول دا آوا میره و هم دا سی و که میره بانی بیزنس تا کمدشه بیزنس تا چه خلق و تا پیسه دوری که افغانستان
چې قرض نه کار نه اخلي او ښځه چې دا کار نه اخلي او یم افغانستان چې خپله درآمد هغه ټکس دی چې هغومره پیسې لري په هغومره مصرف کوی چې دا دې خلک تمه نه کوي چې افغانستان دې بس میلیون ها ډالر نه آی ایم اف نه قرض واخلي بل نه قرض واخلي پروژې دې جوړ کړي او بیا بهدتې د غریبي په کڅوړه کښې ناست دي او د هغه قرض به ادا کوي او اصول سره به ادا کوي لکه پاکستان چې نن ورځ وایي حکومت یې په ړنګېدو ده خو د همدغه قرضو اساس ړنګېدو ده نو باید مونږ تاسې دا فکر وکړو په افغانستان کښې سختي را ځي د دې لپاره سختي ده چې هماغه شی چې ګټي هماغه څټي داسې نه ده چې له خلکو نه یا خیرات اخلي یا مفت اخلي یا بل کوي او ښه نه ده چې دا خیرات مو دا مفت خورم او بل خلک د افغانستان چې اکثرا انتقاد کوي چې دا به داسې کړي ولې داسې نه کېږي هېڅوک دا پیشنهاد نه کوي چې مونږ څه وکړو څه رقم به یې جوړ کړو دا شی خو اوس راغلی اوبه م روانې دي وچکالي کښې په وچکالي کښې ناست یو اوبه م روانې دي په دښتې ډېرې لرو خلک په فقر کښې ده مثلا زلزلې کورونه چپه کېږي چې مونږ خلک پیسې اخلي شخصي مکتبو ته یې ورکوي اما یو سیستم دې تعلیم نه جوړوي چې مکتب او مدرسه ټول یو یو لاس یو سیستم وي او یا خلکو ته مشورې سمې مشورې ورکړو کانونه لرو کانونه چې خرڅوي یو وایي چې دا مرزانه خرڅ کړي یو وایي چې قیمت هم خرڅ کړي خو کومه به یې خرڅ کړو افریقا ته ولېږو خو هغه قیمت له هغه نه هم چش کېږي خو دوی په پاکستان باندې یې خرڅوو پرېږدس یو آزاد تجارت دي خلک یو خپل کار یو شی وکړي نو دا خلک مشورې باید ورکړي چې نه په دې چې ولې نه کېږي او ډېر ډېر ښه وغږېدی هغه سیلبین وایي عقل صد وزیره داره داسې وشی ډېره ډېره مننه جلال یاشر ډېر معقول شیان دي ورته وویل هغه بنیادي هغه طالبان هم که غوږ لري باید دغه شیان واوري استفاده وکړي ترې بلې سلام علیکم آقای پویا آقای پویا ناصر اکیمی بودم از ایران مزاحم شما شدم بفرمایید صاحب مهربانی میکنم سلامت باشی آقای خطاب صاحب من درباره موجود فیلی کنفرانسی تشکیلی چیه و ازبکستان بله امید به خدا که این کشور رو به حقیقت پی ببرم دولت ما رو به رسمیت بشناسه از اقل اگر نمیشناسه در تعامل خوب با هم قرار بگیره دیگه از نظر من انشالله که رایا کم کم باز میشه من گفته حالا نظر شما اشتاره و نظر بله ولی نظر ما خوب یادر ما خودم شخصا یک نظر خود دارم هیچ من نظر کسی تعقیب و مقنه میکنم و نظر ما همی است که همی نشست ها مفید است معرفی میشن گپ میزنن صحبت میکنن همی امیر خان متقی بسیار یک بلا آدم است یک وقت دمو انگامی که طالبا اول آمده بودن بسیار تبلیغات ضد همی مردم چی میشد امو وقت هم که بعد استن و که حالا زن در استادیوم کشت و که دیگه کد و دیگه باز در این میانه یک راپورتر زن امریکایی رفته بود در چی در ارگ در امونجا با امرای امینا ملاقات داشت با زور من خواندم و یاد داشته انگلیسی از زور او گفت که This man was so handsome, so polite and so good that with a nice attitude and mannerism that I was so impressed, I fell in love with his attitude. این میگه من همی آدم میگه نامش امیر خان متقی بود یک جوانی کاکه مقبول میگه ما دروازی موتر مرا برای ما واز میکرد برای ما احترام میکرد برای ما بسیار محبت میکرد میگه ما دمی اخلاق نیک ازی گرویده شدم امتو نزدیک دادم دام عشق ازی آدم افتاده بودم به این حد میگه از انسانیتی ازی آدم خوشم آمد ولی امی امیر خان متقی هم که از گرگ باراندیده سیاست افغانستان است اما آخرین گوله های بی 52 دیگه و دیگه که مفتاد امی آدم در ارگ بود و خود ملا مادمار خود قندار بود یعنی بسیار گرم و سرد روزگارم دیده در سیاست هم بلد است باز در طول 20 سال هم در تاعتی نظر از قطر گرفته تا دیگه دیگه بسیار یه آدم زحمت کشید اما تو یک آدم میره بیا در او رو بیبی و سلاودین که نشه خانش شراب پر بود و چشمای سرخ سرخ یک بیقل یک سودر آدم بود و هم وزیر خارجه بود یا نیمی عبدالله ور یک آدم دمی جان خود چسبیده دریشی و نکتایی دیگه در کلیش هیچ چیز نبود
گرامی امیرخان متقیب شهر با آواز نادم است، شهر بلاست. در اونجا با اونا بینشینن، صحبت کنن، رفیق و دوست پیدا میکنن بشار. این یک آدمی چی است؟ اجتماعی است. در می ازبکستان و ترکمنستان و همی کسایی که دیگه ممالک میه، شاید وقت حالی چاره خود کده باشه بشار، قول دوستی با بشار یا داده باشن. برزی که خود دیگه ممالک هم کسایی که میه خو انسان هستن، میبینن، منطقه میشنون دیگه دیگه. در اونجا هم یک برش خواد داشت، بشار مفید واقع میشه، چرا نی؟ در این نشست شانگهای اینا برند صحبت کنن با اونا تایتی نظر دیگه. دنیا خوب برادر، دمی روز اول همه چیز تو نمیشه که از بالا گفتیم دوست ما که همی او اگه بیای دیگه کلی چیزا درست است، امنیت است و نمیدانم شهر پاک است و نظیف است و تنظیم است که دیگه اونی چیزایی بود که نبود. مردم مال خوش هستن. یا یک تلفن میکنه که بیادر حالی تو هست که تیار شاییست دوران زایرشاه است. دوران زایرشاه دیگه هیچ چیز نبود، فقر بود و بیسوادی بود، همه چیزا بود، مگر آرامی مطلق بود و بشار مردم در مو آرامی و آسایش 40 سال بشار خوش بودن. حالا میگه اونو دوران شاییست، یعنی یک مثال هم میته که مقایسه کنین با اونو دوره. دیگه وقتی از الحکومی افغان ما میشنوم، همیال از کابل بیطرفانه و دوست ما تلفن زد یادگاه، او ارزش های والا را به وجود آورده. یعنی 80% طالب بشار کارهای نیک انجام داده، یک 20% خو هر حکومت از خود کم و کاستی داره. امی جو بایدن قدر انتقاد است بالای از اونا، امو ریت اپرووال از این آدم قدر پایان رفته، یا امو ترامپ با او که اقتصاد درست ساخت دیگه دیگه به حد مردم او را بد می دیدن. بعضی امریکایی ها دیگه در افغانستان هم همتوده دیگه ممالک هم. به هر حال دوستان عزیز، به شما را به خداوند می سپاریم تا فردا. متاسفانه زمان به عقب بر نمی گرده، ولی من برای آیندم یه وکیل خوب می شناسم. هیدری لا گروپ 818-818-0707 heydarilawgroup.com. جای فروشی سوزان در شهر آمبور، اشتایندم شماره 37، با سابقه 30 سال، با ارائه انواع و اقسام جواهرات از قبیل الماس، زیورات با دیزاین های مدرن 21 و 22 کرات عربی در خدمت شماست.